سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با قسمت 16 برنامه بی پرده و مصاحبه رو داشتیم با سیاوش سیجل عزیز از گروه زد بازی. حتما تا ته ببینید که صحبت‌های جالبی توش شده. همچنین مثل همیشه صحبت دیگه‌ای نیست جز اینکه یادتون باشه اگه جدید هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت سیجل عزیز، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ قربونت برم آرام، من که خوبم، امیدوارم خودت هم ردیف باشی. قربونت، ما که توپ توپی. دمت گرم که دعوت رو پذیرفتی و افتخار مصاحبه رو دادی. من یه معرفی کلی بکنم. متولد 15 مهر 1364، یکی از رپ‌کنهای نسل اول با تقریبا 20 سال سابقه تو این زمینه. و یه مستند داشتین، مستند زدبازی بود و تو اون مستند میگفتی که حال نمی کردی کلن با رپ و سر یه فیلمی که حالا جی جی شما رو برد و 8 مایل امینم بود فکر کنم، بعد از اون به قول خودتون جوگیر شدین و اومدین تو داستان. و این جوه چجوری بود؟ چه حالی بود اون روز؟ ببین، نه کاملا درست میگی. من خب تا یه سنی که خب بیشتر اون آهنگایی رو گوش میدی که مادر پدر تو خونه میذارن و اینا، بعد میگن که مثلا تو روانشناسی از حدود 15 16 سالگی یا 14 سالگی آدم شروع میکنه چیز خود فکری خودش رو پیدا کردن که مثلا که اونم خیلی تاثیرگذاره روی مغز آدما. حالا من خیلی خب مثلا نیروانا دوست داشتم، نمیدونم مثلا راک دوست داشتم و اینا، مثلا تو رپ هم خب مثلا توپاک، مثلا هم تو بچه من میگم مثلا با دیسک من سونی مثلا توپاک هم مثلا گوش میدادم. ولی کلا مثلا این رپ نامتعارف حالت امینم و اینا مثلا خیلی هم بین بچه‌ها و اینا همه عشق میکردن، تو مهمونی ها میذاشتن، من کلا اصلا خوشم نمیومد. بر همین اون مثلا اوایل اون موج رو اصلا نبودم تو داستان، تا اینکه دیگه فرانسه بودیم با علیرضا. علیرضا از یه شهری زندگی میکرد، اکسام پروانس، نزدیک های مارسی تو جنوب فرانسه، دیگه اومده بود پاریس و دوتایی هم تنها بودیم تو فرانسه، خیلی دوست داشتن نداشتیم، همه دوستان یا رفته بودن یا ایران مونده بودن یا کانادا بودن یا لندن. دیگه علیرضا گفت آقا بریم ایتمایل رو ببینیم. گفتم من عمرم یه قرون به این امنم پول نمیدم. گفت میگم بیا بریم، من اصلا برات میگیرم. گفتم من عمرم بیام. دیگه رو به زور منو برد و بعد اومدم بیرون، خیلی اصلا حال باحالی گرفته بودم، اصلا خیلی نظرم عوض شده بود. دیگه از اون موقع کاملا دیگه اصلا یهو شیفت کردم روی اون ور رپ و نمیدونم حالا اصلا دی ام ایکس حتی که الان فوت کرده و نمیدونم امنم و تمام دار و دسته و دری و اصلا دیگه رفتم توی داستان دیگه ای توی رپ. خب تو مستند گفته بودین که یه آهنگ اون شب ضبط کردین و پخش کردین که دوست نداشتین کسی بشنوه و کلن دوست ندارین کسی شنه. اون آهنگ کدوم بود؟ چون من خودم اون موقع یه سری آهنگا رو یادم با بعد کسی شوخی کردی و کلاغسی و یه آهنگ فکر کنم بسیجی بود توش میگفتی حوصله‌ام سر میره میششم تو استخرم اونا، کدوم اینا بود؟ آره نه، به اون اولیش بود که آهنگ پر دوده بود، اولین آهنگی که منو علیرضا با هم درست کردیم، مثلا تو خود اکسام پروانس هم بودیم، یه دو تا آبجوی دسترادوس هم گرفته بودیم اون موقع، قوطی 8%. بعد جالب هم بود سیلی ها گرفت وسط خیابون و اینو بریم، مثلا جز خاطرات منه که حالا الان که حالا بعد از داکیومنتری مستند مدت گذشته کلن خیلی برام شیرینه. آهنگش آهنگ چیز دیوونه بازی عجیبی بود دیگه، ولی خب اون موقع جوری که من علیرضا شروع کردیم خیلی دوست داشتیم هرچی نامتعارفه، هر چیزی که شوکت میکنه رو خیلی بگیم، به خصوص اون اوایه، ولی اون بود آهنگ پر دوده. حالا این نامتعارفه رو گفتین یاده، حالا اسمه رو دقیق یادم نیست چون خیلی قدیمه، ولی یه آهنگ بود گفتین آهنگ تقدیم به هر فلانی که میگه نه باید تو آهنگ فوش داد، یه فوش هم تقدیم بس فلان نرچ آقا یادشو. من موقع سنم پایین بود میشم گفتم واه چی مثلا چیا دارن میگن تو آهنگ. بعد ببین اون موقع چیز بود، یه دونه چیز علیرضا داشت، هیپ هاپ ای جی 4، بعد مثلا برنامه آهنگسازی نبود، سری سمپل و اینا بود، بعد منم یه دونه میکروفون داشتیم، این دیلی داشت 2-3 ثانیه،
و همه این آهنگاری که ما ضبط میکردیم باید از قصد با دیلی زودتر میخونیم، یعنی باید آفبیت میخونیم که آنبیت بشه، ولی خیلی میخندیدیم. یعنی مثلا من بیشتر خاطری که از موقع از ریکوردینگ دارم فقط خنده هامون بود. یعنی چه مثلا همونجوری میگیم میشاشم تو سخت، مثلا میکروفون رو برده بودیم تو هموم وانو روشن کرده بودیم، مثلا این از این کارهای دیمونه بازی اینطوری بود. اوکی آقا، طبق روال همه برنامه ها ما با تاپ 5 شروع میکنیم. البته من یه مصاحبه خیلی قدیمی ازت شنیده بودم، صوتی بود با یه رسانه، اونم مصاحبه خیلی باحال بود که نظر تو راجع به بعضی از رپرها میپرسید، بعد هی میگفتی من گوش نمیدم، دوباره یه اسم یه رپر دیگه میگفت. و از اون موقع به این ور رپو گوش میدی که رپ فارسی رو دنبال میکنی که تاپ 5 رو بپرسیم ازت؟ ببین میتونی تاپ 5 رو بپرسی. رپ فارسی رو مثلا نمیتونم میگم رپ فارسی رو دنبال میکنم، ولی موزیک فارسی رو دنبال میکنم. یعنی دیگه مثلا رپر و اینا هم در از یه حدی بیشتر تا آدمی هستم که خیلی گوش میدم و آهنگایی که جدید میاد سعی میکنم با گوش خونسا هم گوش بدم بدون مثلا جبهه گیری. ولی بهت بگم تو جزئیات رپ فارسی و اینا هستم، دروغ گفتم نیستم. خب پس تاپ 5 رپرهای رپ فارسی، البته با این فیلتر که چون به هر حال یه اکیپی هستین کار میکنید و 100% اونا جزو کسایی که قبول داری که باهاشون کار میکنی، اگه بخوای اونا رو نادیده بگیری یه تاپ 5 بگی که به نظرت رپرای خوبی هستن، کیا رو میگی؟ یعنی جی جی سیجل، هیدن، ام جی ویلسون نگم؟ دقیقاً. ببینم حالا جدا از خودمون، خب سپر رو به احسانم من جوری تو خانواده رپی خودم حساب میکنم، برای همین خب اونا که اینا که مشخصن که خیلی دوست دارم و یعنی همه روز توی خانواده چیز رفی هستیم. به این معنوز از روز اولی که مثلا آهنگ فدای سرت وانتونز شنیدم، مثلا جزو کسایی بودم که از اول خیلی با کارشون حال کردم و همیشه دوست داشتم خیلی موفق شن، داره هر کمکی هم از دستم برمی اومد سعی کردم انجام بدم و مثلا میتونم بگم امروز وانتونز اون چیزی شده که من همیشه دوست داشتم و خیلی از این بابت خوشحالم. چون خیلی وقتا خب خیلی ها میگن آره ببین مثلا ایرونی ها سلیقه ندارن، ایرونی ها نمیفهمن، بابا هر چی بگی اوکی هن، لازم نیست کار خیلی بکنی. مثلا همچین اتفاقایی به من نشون میده که نه، اتفاقا ایرانی ها گوششون خیلی قویه و واقعا فرق خوب و بد متوجه میشن. میگن وانتونز خود کوروش به نظر من آرتیست خیلی جالب و کاملیه از همه سایدهای رپی و اینا. و بعدش ببین دیگه راستش رو بهت بگم خیلی آهنگ دوست دارم. مثلا میگم مثلا من حتی سروش قبل از مجاز، مثلا چه میدونم آهنگایی مثل داداشم بود اینا واقعا دوست دارم. مثلا اون تیکه که مثلا میگه چرا قوه بالا سرش بودن اینا، مثلا خیلی یه چیز آرتیستی که عجیبی اگه آسمش ستاره نداشت با چرا قوه بودن. یا مثلا چه میدونم بعضی وقت رو یوتیوب هم مثلا یه آهنگ امیری مثلا تتلو میاد، مثلا اون دفعه آهنگ اللهش اومده بود، خیلی برام جالب بود. یعنی یه کارهایی میکنه که از حال میکنم، میگم مثلا از آرتیستیکلی یه چیز هم چیز میخواد هم یه زاویه دید متفاوته. ولی میگم بیشتر اینا و دیگه، ولی بیشتر تو چیز آهنگ به آهنگه. خب اینجا یه حرکتی میکنیم، 5 تا آهنگ رپ فارسی که خیلی حال کردید تا الان گوش دادید. خیلی سخته، خیلی سوالت. مثلا الان گفتی اون مثل داداشم بود، فدای سر ترکای مثل اینا که مثلا ببین خب همه‌شون رو خیلی ببین خب یه سری آهنگا تکونم آخه جا و مکانی داره دیگه. مثلا نمیشم به 5 تا رو میگم این 5 تا تاپ منه، ولی مثلا این آهنگشون شاهکار کوروش رو خیلی دوست دارم، ولی مثلا آهنگ لزومن آهنگ مینستریمی نیست، اون مثل داداشم رو دوست دارم، خیلی ها رو دوست دارم. ولی خیلی هم آخه ببین آرام، موزیک هم خیلی یه چیزی که به مود بستگی داره. مثلا نمیدونم خیلی جالبه، مثلا آدم یه آلبوم رو گوش میده، مثلا همیشه مثلا این سوال خیلی احمقانه است بعضی وقت رسانه ها میذارم بعد از 3 روز کدوم ترک آلبوم رو خیلی بیشتر از همه دوست داشتم. 20 آهنگ هاشون، یه آلبوم 6 ماه طول میکشه، فضاهای مختلف داره و تو چه حالی گوش میدی. مثلا چند آهنگی که مثلا بودیارم دبل آلبوم با گنگ به رقصه کاملا دوتا فضای مختلفه، بسته داره اون مخاطب آیا موقعی درستش گوش میده یا نه.
بر همین سخته برام ببین اسم متوجهم چی آهنگ. میگی، اینو قشنگ، ولی شو من خودم حالا خیلی مخاطبم گوش میدم، یه موقع یه سری آهنگا هست که حالا مثلا خارج از مود، همون موقع مثلا داری آلبومو گوش میدی با اینکه شاید مثلا تو مود آلبوم نباشی، ولی یه ترک خیلی میگیرتت، یا مثلا ممکنه آدم یه ترک گوش کنه، ترک هم نباشه که دیگه گوش بده، ولی با خودش میگه اینا چی کار کردن تو این ترک. میگه چی؟ میگم مثلا برای مثال من خودم دبل آلبومو گوش دادم، آهنگ خلصه بود و هومان، اسمش اگه یادم بیاد، چرا یادم بریم نه. با هم آه بریم با هم، بریم با هم اصلا منو برد توی فضای دیگه که اصلا چه عجیب قرار که یکی فکر کنم هیت ترین هم شد. یا مثلا تو تونل آهنگ سیاه مثلا یه فاز، شاید هم مثلا ترکی نباشه که همیشه تو مودش باشه، درسته، ولی همون موقع یه تکون اساسی به میده که مثلا اسمش تو یادم میمونه، میدونی اونجوری مثلا منظورم از تو پای بوم بود. میفهمم چی به یه چیزی که داره مثلا، خب مثلا تو گوشای ما یا گوش من حالا مثلا آهنگ گوش میدیم، خیلی سخته که کاملا ممانه مخاطب گوش بدی، چون هی داری دقت میکنی که ایده کروس چه، کروس چه، چه جوری خونده اینجا، چه رایمی گفت، چه، یعنی یکم متاسفانه فکر میکنم یادم مثلا کار موزیک میکنه یکم به خصوص تو اون زبون خودش سختره فقط حالشو ببری، ولی من سختمه بهت بگم 5 تا موزیک، چون خیلی ها رو دوست دارم از آدم های مختلف، خیلی ها رو دوست دارم. اوکی خب تاپ 5 آهنگ سازا پس. ببین آهنگ سازا، خب علیرضا خب بیشترین کسی که باهاش کار کردم، خیلی یعنی پرودوسری که وقت مثلا استارتو میزنم من پروژه رو مثلا تحویل میدم و اینا، میدونم بهترین شکل میاد بیرون. مهراد پروژه خفن جز به نظرم بیشتر به راحت ترین پرودوسری که باش کار میکنم، مثلا چیز خودشو داره، اون اتمسفر چیز خودشو داره. سمیلو رو خیلی کارشو دوست دارم، خیلی زمان خودشو میگیره ولی خیلی بچه هم وکال خوب میذاره رو آهنگ، هر وقت باشه پروداکشنش خیلی باحاله. بچه های دان سلیقه بیت سازیشون واقعا خیلی باحال معرکه است. بعد یارا مثلا تو سبک های دیگه مثلا چه میدونم تو مثلا الکترونیک یکم ببینیدم، مثلا دایناتونیک رو دوست دارم، اینا با هم پروڈوسرهایی که بیشتر کار کردم و یعنی فکر میکنم که هم سلیقه شون هم میخوره، هم اطمینان دارم که پروژه رو بدم دستشون. در واقع درست الان سامی گفتی تایم خودش میبره، پس تو کارهای اینجوری هم سامی بدقوله، خیلی طول میده دیگه. نگفتم بدقوله، گفتم میره یه سال دیگه. نه تایم خودش داره دیگه. آخه ما باش داشتیم این داستانه، یه مصاحبه باش ضبط کردیم، حالا همینجا میشنوه داداش برسون به دستمون فایل رو، یک ماه گذشته بیشتر. ولی خب پس تا یه جایی که من از واتساپ و تلگرام و اینستاگرام میرم دنبالش. دقیقا میدونم چی میگی، تجربه شو دارم. آره ولی خب کار مشتی تحویل میده و خیلی خیلی به نظر من سنگ خیلی نوآوری هم کرده تو بیت سازی و پروداکشن موزیک ایرانی. با درست خب پس با این تفاصیل تاپ 5 آلبوم ها رو ازت نپرسیم دیگه، تاپ 5 ها رو، چون باز اونم مثل همه آهنگ ها میشه، یا بپرسیم دوست داری بگی. ببین آلبوم ها مثلا، خب مثلا حالا با اینکه بچه های خودمون اصلا مثلا خاکستری بود، مال سپر، یادگاری دوست داشتم، فورتوینی کوروش من از من خیلی آلبومی بود که یه تکونی داد، یعنی مدت بود که بعد از نسل یک و دو اینا مثلا دیگه حالا اونطوری آلبومی تکون نده بود من از من، خیلی آلبوم جالبی بود همین. ولی وگرنه اونقدر میگم خیلی بیشتر موزیک به موزیک هم تا بگم یه آلبوم خیلی فازش رو گرفتم. متوجه. چون مثلا حتی مثلا مثلا بزرگ کانسپت جالبی داشت آلبوم، خب نمیخوام خودمون رو بگم، آلبوم خودمون هم پافورس خیلی داد میکنم و اینا، ولی مثلا آره ولی بیشتر موزیک به موزیکه. اوکی خب توی تاپ 5 ها آرتیست ها یه اشاره به هیچ کسشی و اینکه هیچ کس قبل مجاز، یعنی مجازو کلن نبودی، دوست نشتی، نظره چجوری بود؟ ببین حالا من نمیدونم شرایط شخصی خودشه یا شرایط دوری از ایرانشه یا هر چی که هست، ولی خب یه تو سروش یه افت محسوسی میبینم از لحاظ
دید آرتیستیکش، یعنی مثلا من چند تا آهنگ مثلا مجاز گوشتم، یه حرفای پشت هم تکراری، مثلا چه مثلا یه روز خوب میاد، اون مثل داداشم بود، حالا الان خود مثلا میدونی نگاهی که به آهنگ داشت کلام خیلی به نظرم جالب و متفاوت بود. و یه چیزی دیگه هم که من مثلا تو رپ دوست ندارم، دوست دارم رپ واضح باشه. وقتی مثلا مسلسلی داری پشت هم میگی، اصلا من نمیفهم چی میگی، بعد 27 بار گوش بدن که مثلا چی داری میگی، یه جورایی احساس هم یا اعتماد به نفس رپر کمه که اینقدر تون تون میگی گم شه طرف، یا اینکه دیگه مثلا اینقدر آهنگ مثلا تو درست خوب دادی میخوای یه هوی سبک جدید بیاری. نمیدونم واقعا شرایط شخصیشه یا هر چیزی، ولی من سروش قبل مجاز به نظرم خیلی آرتیست در بود. ببین حالا به نظر من که اکثر خب رپرهای نسل یکمون یه افتی داشتن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، ولی تو چیز مجاز به نظر من حالا شاید بعضی از کانسپت ها بگیم اجتماعی تکراری بود، ولی اون فرمی که هیچ کس اجرا کرده بود تو تکس به نظرم خیلی خفن بود. یعنی تکسش یه لول عجیب غریبی داشت، چون از یه دیدای دیگه نگاه می‌کنه. مثلا به نظر من موزیک چرا نمیمیری یکی از بهترین موزیکایی بود که تو این چند وقت اخیر تو رپ، چون اون مسئله مثلا چیزو که چی میگن مرده پرستی و اینا رو تو یه جور دیگه بیان کرده بود که اصلا خیلی اشتباه فهمیده بودم. مثلا طرف من می‌دیدم توییت می‌زنم بعد این آلبوم، بعد این ترک می‌خوام خودکشی کنیم اینا، در صورتی که خیلی قشنگ داشت میگفت، می‌دونی. ولی در کل سلیقه است دیگه خلاصه. آره ببین مثلا من تو مجازش اتفاقا یه بارم مثلا موقع قبل از این داستانا مثلا همو دیده بودیم، مثلا موقع قاضی منو بخشیدش و قاضی منو دوست داشت، قاضی منو دوست داشت بخش، مثلا اون میدونی یه برام یکم از سروش قدیمی داره، چون اصلا این جملهش باحاله. قاضی منو دوست داشت، دوست داری انگوش کنی، من مثلا من دارم قاضی منو دوست داشت، دوست داری ببینی چی میگه. ولی بقیهش رو میگم من ارتباطی برقرار نمی کنم، ولی خب مطمئنم خیلی ها می کنن. درست. خب آقا زمانی که قرار بود دابل آلبوم بیاد، شما اشاره کردی که قراره یک استراحت کوبرا، یه غیبت کوبرا داشته باشی و نباشی چند وقت، و آلبوم هم مثل این که قرار بود دیگه ندی تا مدت طولانی، ولی خب خدا رو شکر که فعلا غیبت نشی، از من چه خبر قراره بیاد. و حالا چی بود قیمتش هم کم نبوده، آلبوم کی اومد بیرون؟ اول اکتبر اومد بیرون، الان یه نوامبر دسامبر رانه، یه 5 6 ماه آهنگ نیومده ازم بیرون. ولی ببین اون موقع یکی که خب خیلی هم کار خودم رو میکردم، موزیک کارش زیاد بود، مثلا خیلی آدم پر کاری هم کلا، مثلا از 8 صبح تا 8 شب یه بند دارم یه کاری میکنم، خیلی خسته شده بودم و واقعا استراحت میخواستم، که الان مثلا 5 6 ماه تقریبا هیچ آهنگی از من نبوده. بیشتر گفتم آلبوم دیگه نمیدم، چون آلبوم خیلی کار میبره و خب خیلی برای پرستیژ یه آرتیست، به خصوص آرتیستای جدید، خیلی خوبه که آلبوم بدی بیرون. ولی بر ما دیگه نمیدونم چقدر میارزه با کار و اینا این که داره، ولی دیگه الان یه سری سینگل داره میاد، یعنی از دیگه از من چه خبر به بعد سه چهار تا داره میاد، سه چهار تا. خب الان اینو گفتی خسته میشه اینا، با توجه به اینکه تحصیلاتت حالا اصلا چیز دیگه است و اگه شما کنم فوق لیسانس شیمی داری و حالا کارت هم بسته به همون و 100% زندگی درون میچرخه، به نظرم خیلی عشق میخواد به کار که با اون درگیری و فلان باز انقدر پرکار باشی، آلبوم بدی و بمونی توی این مارکت رپی که خب اونجوری واقعا برای آرتیست هیچ وقت سود نداشته. و سر همین یه دمت گرم. و راجبه حالا از من چه خبر، از من چه خبر یه سری استوری اینا از جی جی و اینا دیدیم که قراره اونجوری که میگید، حالا وقتی مصاحبه میاد از من چه خبر شنیدن، چون قراره جمعه پخش بشه 9 شب، و کانسپت این آهنگو خیلی دوست دارم ببینم چیه. به نظر میاد دیسه به اون ژورنالیستای فیک و شاید همون کسی که داشت درباره شماها یه سری اطلاعات پشت پرده علکی میداد بالا که فامیل فلان فلانی تو دولت این و اینا، اینجوریه داستانش اصلا چرا شکل گرفت؟ ببین کسخلی ترین آهنگی که من خوندم تو این 12-13 سال، از لحاظ بیت، از لحاظ سوژه خیلی کسخلیه. یه چیزیه که مثلا خیلی میگن تو چه سبکی آهنگه،
آهنگه خیلی آدم فکر کنم دیگه بخواد یه چیز شبیش بکنه ایرونی الیه، ولی واقعا فکر نمی کنم آهنگیه که تا حالا اصلا به گوش عجیب میاد بار اول. مثلا فهم حالا خودت هم رو بشنی نمیدونم جالب برام بذار، اصلا یه یکی دو دقیقه میگی چیه این اصلا. ولی یه دوستی داشتیم داریم هنوز دارم، آراز، که تهران تایمز هم داره تمام پیجش، که این آراز نرف من میدمش چطوری آراز میکنم از من چه خبر. این یه نارسیسیزم خاصی داره دیگه، این تا اصلا هیچی رو لازم نیست نمیخوای راجع به هیچ که فقط از من چه خبر، آقا اصلا مهم نیست بعضی یکی چه خبر. یارو با این داستان شروع میشه و حالا این چیزایی که خودت گفتی هم توشه، یکم راجع به جورنالیستا چیزای دیگه و خیلی آهنگ گسخلیه. حالا وقتی شنیدی ازت میپرسم که به نظر خودت هم اینطوری بود یا نه؟ جذاب و دوست دارم حالا ببینیم چه خط چیه داستانش، برای من جذاب شد، هایپ شدم واسش، ببینیم چه جوریه. آقا یه سوالی که خیلی هست، یعنی خیلی پرسیدن همچنان، و داستانیه که داستان نسیمه که حالا نسیم جدا شد و توی دابل آلبوم که اصلا نبود، خودش هم گفت که دیگه همکاری نداره و بجز یکی دوتا از بچه های زد بوزی بقیه هم آنفالو کرده و این حرفا. حالا ما یه سری حرفا زدیم مثل این که سر یه کنسرتی بود که حالا نسیم ناراحت شده بود که چرا مثلا فلان خواننده دختر به جز اون هست و خودش نیست، و بعد از اونم که مثلا ناراحت بود که چرا آهنگاش پلی میشه تو کنسرت ها ولی درآمدی بهش داده نمیشه از اون کنسرت ها و دعوت نمیشه. توی یه مصاحبه که داشت به یکی از مجریای من و تو اینا رو گفت، و همچنین بعدش هم که خلصه بعد از اینکه با پارسالیب نسیم همکاری کرد یه سری حالا حرفا به ایز زد و حالا توهین و دیس و اینا، البته که خودش نسیم خلصه بعدن عذرخواهی کرد. اما خب نسیم یه گله دیگه داشت که چرا هیچ کدوم از آرتیستای زد بازی وقتی خلصه داشت این کارو میکرد پشتشو نگرفتن، و با توجه به اینکه حالا طولانی تر سابقه رفاقت با نسیم تا خلصه. حالا در کل داستانا چه جوریه؟ ببین داستان نسیم خب حس میکنم خب شاید زوایای مختلفی داره مثل هر داستانی، یعنی زاویه‌ای که من لااقل بهش نگاه میکنم اینه که ما با نسیم یه مدتی بود یکم سخت بود، یعنی یه مدتی بود گلمندی های دو طرف، یکم دلسردی ها و اینا بود، ولی حالا اتفاق خاصی هم خیلی نیفتاده بود تا اینکه ما یه کاری می‌خواستیم من و سپر و علیرضا انجام بدیم که حالا اون کار نشد و حالا چیه سبب خیری شد. یهو تو یه شب آقا تصمیم گرفتیم و دبل آلبوم میدیم که انفرادی و پیشونی ولی بزرگ نسه تو یه قالب بیاد. هیچی این اتفاق افتاد و همون چند روز بعدش یهو نسیم زدن نیستن تو پیش شدیم. مثلا منم مثلا شوک شدم، یعنی شوک یعنی عجیب بود برام، میدونم یکم اختلاف داشتیم و اینا. گفتم اوکی. بعد اتفاقی که میفته اینه که بچه محل رو من نوشتم و خب نسیم نمیخواست باشه، یستان هم پیدا کردم که واقعا صدای توپی داره، دختر باحالی خیلی خاص صداش، که اون دیگه خوند. و بعد حالا این پروژه رفت تو زدبازی، حالا وقتی من مهراد رو دیدم با هم کار کردیم و حرف زدیم همه با هم و اینا که قرار شد بیاد در واقع با یخ همزمان بیاد که دوباره زدبازی باشه داستانش، یه با علیرضا اینا همه کاراش هم کرده بودیم دیگه. یکم حالا اون لحظه ای که مثلا حالا زد بازی بگش ممکنه چی میگن اون حالت کامیونیکیشن یا شاید یه اشتباهی شده، ولی به نظر من جزئیه. تا اینکه دیگه مثلا یه اتفاقایی افتاد که دیگه میدونی مثلا چه میدونم مثلا من خیلی ترجیح میدم با یکی دعوا میشه به فوش خوار مادر بده تا یه کاری بکنه که من نتونم هیچ وقت ببخشم، میدونی مثلا یه سری چیزا دیگه. ولی من نسیم مثل کارهای عجیب کرد و خلاصه اینطوری شد. و سپرم خب آدمیه که یکم بعضی وقتا ریاکشناش سریع‌تره مثلا از بقیه، و سپرم اون کاری که من نمیگم کار درستی بود، ولی خب بالاخره اینطوری هم نبود که ما هیچ کاری نکنیم، بالاخره با هم دیگه همه حرف زدیم، 6 تا آدمیم کل زدبازی سپر همه، و سعی کنیم جریان رو دیگه آروم کنیم چون چیزی آره اتفاق افتاده در رفته، حالا به نظر منم خیلی درست نبود. ولی بعدش دیگه مثلا نسیم رفت مثلا با همین چیزی که داری میگی، لایوی که میگی، مثلا حرفایی که زد، خب یه مش دروغه، چون مثلا من مثلا با خود 20 سال سابقه دارم، نزدیک 20 سال تو این کار و
تا حالا نشده یکی من بگه سیاوش حق منو نداده، حق منو خورده، ممکنه کسای دیگه گفته باشن. یعنی من فکر می‌کنم جز آدمای خیلی درست مارکت هم که تا قانون آخر تا جایی که تونستم به هر کسی کمک کردم، همیشه حق همه رو محفوظ نگه داشتم و حتی اصلا خودم خیلی وقتا گذاشتم که مثلا با کارم جبران بکنم چیزایی که حالایی که میدم، که به نظر من خیلی حرکت ناجوری بود و دروغ بود، نادرست بود. ولی خب بازم به احترام نسیم، مثلا نسیم دوست بچگی من از 17 سالگی با هم دوست بودیم، بازم من خودم جایز ندونستم چیزی بخوام بیام بگم. میدونم یارمون هم شاید یه شرایطی بوده، دور اطرافیانی داشته که یه چیزی رو بهش گفتم بگو، لابد گفته دیگه، ولی حالا ببینیم تو زمان چی میشه. ولی میگم از طرف من تو خیلی خاصی از طرف ما نیفتاده بود که از اتفاق بیفته. حالا احتمالش هست نسیم دوباره باش کاری بدید و اینا، روابط الان بهتر شده یا نه هنوز همون جوریه؟ چون خیلی زاخارا دلشون تنگ شده واسه نسیم تو زد بازی و کاراش. ببین من نمیدونم، من در حال حاضر رابطه خاصی با نسیم ندارم و نمیدونم جواب بدم. آره شاید، شاید نه. مثلا کلا یکم زد بازی سخته، مثل چیز میمونه، مثل آینده ایران میمونه. یکم کلا خیلی راجبش نظر دادن راجب آیندهش خیلی آسونی. اتفاقا تو سوالا هم زیاد بود وقتی گذاشته بودیم که آلبومی همکاری دوباره بین بچه ها زد بازی هست یا برنامهش هست در آینده یا اصلا حرفی نشده. ببین خب الان بچه ها مثلا بزنم به تخته، مثلا رابطه ها خیلی باحاله، مثلا این گروهی که ما هم داریم مثلا واتساپ ماشاءالله اکتیوه، ولی خب پنج نفری هن که هر کدوم به طور شخصی ایگوی خیلی بالایی دارن و هر کدوم شخصه جز مهمای اینداستری هن و بعد موقعیت بشه چیزش بشه، چرا که نه، فکر میکنم موزیک باشه. آلبوم نظر من اینه که به سپانسر و اینا هم برمیگرده، چون بالاخره 5 نفر رو باید بیاری، زمانی و زمان زیادی رو بذارن، ولی فکر کنم همه آپشن ها بازه برای زندگی. با پاکت آست داری میای تو دیگه، داره آستت بخوره زیر بخوره، اینا با آپشن ها بازه برای دست خوب. خب الان که تو حواشی رفتیم، برعکس اکثر سالا حواشیت زیاد بوده امسال، یعنی سال 99 سالی که گذشت. هیچ وقت نرفو نزن. حاشیه داشتی، زیاد داشتی دیگه، از حالا داستان حالا درگیری زد بازی با هیچ کس و یکی از اولین دیسترک هایی هم که بود، چون معمولا تو دیسترک نیستی ولی تو یخ هم بودی، چون طبق همون مستنده که داشتین میگفتی دیگه به نظرم گیس و گیس کشی و حال نمی کنی، ولی خب بودی اون تو و چند تا استوری زدی، یه سری درگیری ها با جیدال داشتی سر اینکه میگفتی اینا میان توی یوتیوب با دست میگو میخورن رو زمین، آبرو ایرانی‌ها رو میبرن، حتی اسم چند تا از آهنگاشون رو مثلا یکم اذیت کردی و این حرفا، و از سمت اونا هم یه سری حرفا رو گرفتی. چی بود این داستان؟ چی شد اصلا با جیدال اون استوریو گذاشتی و رفتین تو درگیری؟ ببین حالا خیلی مثلا نمیخوام وارد چیز بشم، ولی اتفاقی که افتاد این که خب از اول ایشون نمیدونم کلا چند سال تقریبا توقی میخوره یه چیزی میگه، منم کلا حاشیه نیستم. بعد یه مدتی بود تو من اینستاگرامم چیز میذاشتم، خیلی وقتا آنالیز روز میذاشتم، حالا مثلا عرفانم آلبومش رو داده بود، مثلا 3 هفته هم گذشته بود، منم کرمه انگیزه با نازنین هم بودم خنده هم میگرم، گفتم این کرمه انگیزه خیلی کرمه احمقانیه، چون میخواد بود انگیزه ده توش ان داره. بعد گفتم من اینا میخوام استوری کنم، که اتفاق همون لحظه من مثلا با نازنین جو سفر بودیم، گفتم این وقت مثلا نکنه مثلا عرفان فکر کنه به آلبوممونه، که برای نازنین کنه بود دیبونه مثلا عرفان چیه بود یه آلبوم، مگه اسم انگیزه، مگه اسم کلمه ای، مثلا آب دیگه نمیدونیم، آب مسخره بود. شما اینا گذاشتم و اون شروع کرد، نمیدونم میدونی احمدی نژاد بازی، اینو بگم اونو بگم، اینو گفتی اونجا، نمیفهمم به نظرم نه سر پیازه نه ته پیاز بود، اگه کسی میخواست چیزی بگه عرفان بعد میگفت، که حتما به عرفان هم مسیج دادم، گفتم یعنی واقعا تو فکر میکنی که من اگه بیام مثلا چیز تو رو مسخره کنم دلیلی نداره برای من، به خصوص پیج من اصلا جنجالی و چیز نیست،
که اونم گفت آره دود و نمیدونم چی شده و اینا. حالا من نخواستم خیلی چیز کنم ولی احساس میکنم یعنی هر دفعه یه چیزی میشه که اصلا من تو داستان نیستم، یعنی من دارم کار خودم میکنم و نمیدونم چرا حساسیت ایجاد میکنم برای بعضیا. حالا اسم عرفان اومد، خب این چند وقته بچه های زد با عرفان خیلی درگیر بودن و دیس و دیسبک و دو تا دیس از سمت عرفان، یه دیس از سمت ویلسون و مهراد هیدن. یه بحثی بود که حالا تو مصاحبه‌ای که قدیم داشتین هر وقت مثلا چه از عرفان پرسیده میشد چه از خودت که مثلا اگه یکی رو بخوای برای اشغال انتخاب کنی کیو، عرفانو میگفتی و عرفان هم شما رو میگفت، سیجل میگفت. ولی خب بعد از این داستانا آنفالو کردی عرفانو و چی شد الان با عرفان اوکیید یا نه فقط به خاطر مسائل گروهیه که این کار انجام؟ ببین من حتی با عرفانم موقف زدم، یعنی ببین تا جایی که مثلا این بازیشون تو اینستاگرام پیج به پیج بود و این حرفا بر من اوکی بود، منم واسطه بودم. و حالا قبل از این حرفا بگم که عرفان دوست منه، عرفان رو خیلی با هم سفر رفتیم، دوم دنیا رو گشتیم، کلی خاطره داریم و از لحاظ شخصی چیزی که بین سیاوش و عرفانه خب خیلی متفاوته با داستانای رپی و اینا. من اون موقع مثلا گفته بودم آقا گفتم هر چی میخوام بکنی من بیرون داستانم، چون این وسط یکی دوستای رفیقای بچگی منو گروه همه و بالاخره زدبازیه، اون طرف هم عرفانه که رفیق همه نیستم. و فکر میکنم که اشتباه بود که کارو بردن اصلا به آهنگ دادن. و وقتی که دیگه بحث آهنگ اومد یکم مثلا دیگه داستان از اون حالت شخص به شخص شد زدبازی تور شد و آره و مثلا اینستاگرام و اینا هم، که من دیگه اون لحظه احساس کردم کم خیانت به خودمه اگه من بالاخره روتمه ریشمه جایی که با شروع کردم از لحاظ حرفه‌ای باید این تصمیم رو میگرفتم، ولی فقط یه تصمیم حرفه‌ایه و هیچ چیزی به چیز شخصی نداره واسه من. نه اوکی. حالا این کلا حالا البته اینجا رو باید مخالفم که رسید با آهنگ، به نظر من رپرها اگه با هم اختلاف دارن تو آهنگ بگن خیلی بهتره تا استوری. ولی خب این اتفاقی که افتاد کلا یکم پیف عجیب قرنی، یه داستان عجیب غریبه، چیزایی که به هم گیر میدن و اینا من خوب متوجه شدم چرا باید به این چیزای هم گیر بدن، چیه داستان، مثلا موه من شبیه تو اینا، چرا این اتفاق، من درک نمیکنم اینو و نمیدونم. حالا میدونی داستان اون پشت چه جوریه، چرا چیزی با هم گیر میدن؟ ببین فکر میکنم خودشون باید بپرسید دیگه، من چیزی نیستم الان خیلی بخوام راجع به اون توضیح بدم. ولی خب به وقت دیگه آهنگ میشه یکم داستان دیگه بیشتره دیگه، چون جدی تر میشه گروه به گروه دیگه، اگه پیج به پیج شخصی تره. نمیگم برای رپ کدوم بهتره و اینا، ولی هم واسه کسی که توشه یکم اسکلیشن دیگه، یکم بزرگ کردن ماجراست به نظرم. داستانی که یعنی یه داستانی که به نظرم بازش نکنیم خوب، یعنی خوبه که بازش نکنیم، ولی مخاطبا زیاد پرسیده بودن چون تو سوالا گفتم اگه دوست داری جواب بدی، این که خیلی هنوز بعد این 7 سالی که گذشته میگن چی شد اصلا زد بازی از هم جدا شد و هر کی رفت سمت خودش، چرا اون راه ادامه پیدا نکرد. حالا جی جی همون موقعی که یعنی بزرگ که تازه اومده بود یه پادکست گذاشته بود، میگفت سر مستند بود که خیلی ها تو اون میگفتن که آقا ما یعنی بچه ها اکثرا گفتن با آهنگسازی جی جی بیشتر حال میکنن، کار کردن باش راحت تره. و این مهراد رو مثل این که ناراحت کرده بود حالا حرفایی که جی جی میزد. داستان این بود یا نه به برگشتن ویلسون ربط داشت؟ چون خود تو همون مصاحبه گفته بودی اگه ویلسون میبود عمر بچه ها کوتاه‌تر میشد، یعنی زدبازی کوتاه‌تر میشد. حالا به خاطر ویلسون بود یا این داستانی بود که جی جی میگفت؟ ببین یکم زمان خیلی قدیمه، مثلا 8 سال پیشه، چند سال پیشه؟ 8 سال داره. و خب یه سری اصلا اتفاقا افتاده بود، مثلا یه سری دلخوری ها خیلی به طور تدریجی پیش اومده بود بین بچه ها. حالا دیگه شما به قول اینا میگن تیپینگ پوینتش کی بوده، اون لحظه که دیگه یه قطره اضافی افتاد، واقعا نمیدونم داکیومنتری بود چی بود، ولی الان که با زمان بهش نگاه میکنم اتفاقی بود که باید میافتاد، چون این حالتی که این توازنی که الان دوباره بین، خب ببین که سامان که نبود برگ میگردی، خب بالاخره یه بازیکن عالی تیم نبوده برمیگرده، یکم بالانس تیم به هم میخوره، اونی که شاید
هاف بک بوده میگم بعد بری دفاع اون که هم میدونی یه چیدمان جدیدی شاید بخواد. و با این حساب و الان نگاه میکنم این توازنی که امروز بین بچه ها هست و این ریسپکتی که بین بچه ها دوباره بالاترین جاش رسیده، لازمش این بود که این اتفاقا بیفته و فکر میکنم که یه چیزی بود که اصلا باید میشد برای بقای حیات زدبازی و خیلی اتفاقای خوبی هست توش اومد بیرون، چه آلبوم هایی اومد توش بیرون، چقدر فرد به فرد توش پیشرفت کردن. حالا دقیقا اونقدر چی بوده من نظر من سخته که بگی، ولی چیز کلی از همه چی بود. دقیقا خیلی اینو باید موافقم، با اینکه اون موقع که من این خبر رو تو فیسبوک زد بازی دیدم خیلی ناراحت شدم، اما خب تو مستند میدیدیم مثلا مهراد میگفت جی جی نمیذاره من خیلی کارا رو بکنم، جی جی میگفت مهراد نمیذاره، ولی رفتن یه چیزایی رو امتحان کردن، یه سایدایی رو ازشون دیدیم که اصلا مارکت هم عوض بدل کرد و یه کارهای باحالی. من خودم دقیقا. مثلا آلبومایی که اومد بزرگ، تونل، پیر شدیم ما، یه چیزای فرق داشت، متفاوت بود و خیلی جالب شد و دیدن دیگه، امتحاناشون هم کردن دیگه، این نتیجه میده نمیده. و اون آرتیست هم شاید مثلا اگه جی جی نمیذاش مهراد اون کارو بکنه، الان با دیدن نتیجه میگه او اینم پس مثلا باحال، برای همین باحال شد. و خب یه داستانی که هست یعنی بود این چند وقته، حالا با پوتک مصاحبه کردیم و اینا، حتی توی درگیری که پوتک و چیز با هم خلسه با هم داشتن، مثلا اینکه صحبت این بوده که با پوتک کاری داشته باشی. حالا خلسه میگفت که قرار بود پوتک تو دبل آلبوم باشه، ولی پوتک میگفت نه، سیجل قرار بود تو آلبوم من باشه و یه کاری قرار بود اینجوری شکل بگیره، ولی کنسل شد. حالا این داستانش چه جوری بوده و چرا کنسل شد؟ به من اصلا قبل از هر چیزی بگم که کلا من با مثلا از چند سال پیش حتی مثلا آهنگای پوتک رو گوش میدادم، کلا رپریه که حال میکردم، یه رانس، یه حالت خام نمیشه گفت، یه چیزی داره که دوست دارم، این با گاتسش میگه، حال میکردم همیشه. حالا حواشی که بوده با بقیه رو یه خیلی وقت گذشته و اصلا منظر من خیلی ربطی به امروز نداره، ولی حالا قرار بود کار بکنیم و اینها و حالا دقیقا من اونقدر حافظم همیشه قوی نیست، ولی چیزی که میدونم اینه که بعد یه آهنگی بود که پوتک فرستاد و اینا، ولی خب اون آهنگ درست شده بود، یعنی اصلا کورسش بود، خانندش بود، خاننده کورسش و اینا، و یه موقعی هم بود که فیلم دارم یا قبل از این بود که دبل آلبوم بیاد بیرون یا دقیقا بعدش بود، من واقعا اصلا یکم احتیاجشم فاصله بگیرم و مثلا من کارهای فیچرینگی که انجام میدم، حالا مثلا چه با اکتاو باشه یا حتی با بچه های خودمون و اینا، مثلا 70-80% دوست دارم آقا موضوع چراجبه چیه و کورسش اینا دوست دارم خودم بسازم، چون نقطه قوتمه، این یونیک بودن من توی اونه و ایناش هم بود. یالا هم خودم خسته بودم، هم نمیخواستم بگم که آقا اصلا وردار کورس ها رو خواننده آوردی، نمیدونم اینها، بهش گفتم که بعدا این کار رو انجام بدیم. چرا من اصلا راستش بگم، اصلا از کامنت ها بعدا فهمیدم که اصلا این حرفای ما پخش شده، شما واتساپ مثلا چند تا وایس داده بودیم، مثلا نمیدونم کی چی گفته، ولی از طرف من این بوده که بعدش هم بهش گفتم بعدا این کاری با هم بکنیم، که حالا تو ذهن خودم هم از کرچ بود، از صفر، چون احساس میکنم که خودم دوست دارم بنویسم. اوکی، پس احتمال همکاری با پوتک هست در آینده با توجه به اینکه من چیزی که ما با هم صحبت کرده بودیم این بوده، من واقعا نمیدونم خودش چی گفته تو یوتیوب یا کسی دیگه چی گفته، و اصلا نه این داستان از خلسه شروع شد، از چون با هم دوباره این چند وقته درگیر شدن، دیسبک یعنی دیس پیروزی رو پوتک داد، حالا خلسه اومد گفت مثلا قرار بود تو آلبوم باشی، سیجل انداختت بیرون و از این حرفا، که بعد اومد توضیح داد. آره که من اصلا نمیدونستم با هم دیس داشتن دوباره. آره نه داشتن تو 6 ماه گذشته سر اون داستانو دوباره یه بحثی شد و من تو مصاحبه از پوریا پرسیدم که قرار بود تو دبل آلبوم باشی، گفت نه اصلا همچین چیزی نبوده، سیجل قرار بود که تو آلبوم من باشه. خب آقا یه بحثی که هست، یه انتقادم خودم دارم نسبت بهش، اونم که خیلی از مقوله سکس و کلن رابطه جنسی استفاده میکنی، حتی به نظر من تو آهنگایی که بعضی وقتا لازم نیست، برای مثال ترک خاک، من خودم آهنگو خیلی دوست دارم، ولی دمتون گرم، خیلی ترک باحالیه، ولی خودکارم افتاد،
ولی تو اون ترک شروع شدنش با اینکه زیاد ربطی نره، مثلا اولش شروع میکنه میگه یکی دوتا سکسی با من اشغال جنسی کامل، که بعد کلا اصلا دیگه موزیک میره یه سمت دیگه. چرا انقدر از این مقوله سکس و اینا استفاده میکنی؟ یکی این که اون تیکت میدونم بیشتر معنیه که چیزی که داری میگیر و میده، ولی منظور اصلی من منظورم جنس بود نه جنس. آها. آخه میگه یکی دوتا سکسی بامه، سکسی بامه اشغال جنسی کامل، منظورم میدونم اونطوری بعدا برداشت میشه، ولی میخواستم سکس و جنس رو بگم که دیگه نشستم توی مثلا توی بیچم، یکی سکسیه اشغالم به راه، همه جنسی هم داریم و بریم بچسبیم به سقف. این بود هدف حالا، ولی خیلی هم یعنی اوکی هم هست برای من چیزای دیگه هم برداشت بشه. شما مثلا آهنگ فوق‌العاده رو که نوشته بودم نمینو گفتم یا نه، ولی یادم موقع سامی بگی برگشت گفت عجب چیزی نوشته هاجیه، بریم تا آخر خط، این رولو داده به ما، این رولو داده. ولی خب مثلا من مثلا اونقدر دقیق به اینا فکر نکرده بودم، میدونیم یه چیزایی هم پیش میاد مثلا این جنسی به قول تو. ولی ببین آخه یه چیزی هم که هست، مثلا یکم آهنگ بونم یه قیفان نباشته چیزای باحال یا کچ فریز که فکرم تو فارسی میگیم تیک کلام نداشته باشه، خب اینا چیزیه که توش خوبیم، توش خوبم، یعنی این چیزا چی باعث شده مثلا سیجر شیم، زد بازی شیم، به حالا بحثی که همه میگن آندرگراوند مینستریم و اینا، همین چیزهای کوچیکه که شما میای حرف جدی تو یه کوکتلی میکنی با یه سری حرفایی که به یاد میمونه، یه فانی داره که اونی که حالا دم استخره، اونی که اسکیه، اونی که داره حال میکنه باش حال کنه، اونی هم که میخواد خیلی چیزهای عمیقش رو ببینه، و اینا یه هنره که متاسفانه تو مثلا اینداستری ما خیلی کمن که دارن، که چجوری شما مثلا داری این فندک رو میفروشی که حالا مثلا از سیگارش چجوری جعبهش رو خوشگل کنی، رنگش رو سبز کنی، اینا یه تکنیکه که آهنگ همه گیرتر شه. و خود منم خب کچ فریز خیلی دوست دارم، یعنی مثلا معروفیت من داشتم با حس میکنیم سکسی شدیم بود، تا یکی دو تا سکسی بامه بود، تا یه آهنگ سورپرایزی که دوست ما دیگه میاد باز کچ فریز اولش مثلا همونه، اینا دیگه تکنیک کاره و اون ترفنداییه که تو آهنگو همه گیر بکنی با این که داری حرف عمیقتو میزنی. مثلا میگم مثلا دلیلی که خیلی رپ فارسی زیاد دوست ندارم، همش میخواد مثلا عمیقه رو بگی، همش میخواد میدونی یکم بابا یکم جوک بگیر، یکم کی گفته مثلا یه کسی که دم استخبل داره مثلا تکیلا میزنه نمیتونه عمیق باشه، یه دخترم بغلشه. اتفاقا بیشتر فکرای عمیق اون موقع ها تو ذهن آدم میاد میدونی، و من اصلا نمیفهم که چرا نودش خوالو با عمیق رفت داد. من خود من خفن ترین گرسایی که نوشتم یا بیشتر چیزایی که خودم مثلا پشمام میگه گفتم واو چه فکری کردی، حالای عجیب بودم، تو خوشی هم بوده، همونطور که تو خوشی گریه میکنی دیگه عمیق ترین داری مست کردی، داری میرقصی، داری گریه میکنی، این یعنی تو به عمق دیگه از این عمیق تر چی وجود داره؟ و این خیلی بدم میاد از این که اگه عمیقی باید با از خوشی نگی، اگه خوشی نمیدونی، دنیا یه چیز خاکستریه، سیاه و سفید نیستش. به این قشنگ متوجهم، ولی خب من خودم میگم چون اینکه از فنای اون آهنگم، مثلا اولش که یعنی اون حسی که شروع شد یادمه، مثلا شروع شد گفتم خب یه آهنگ اشغاله، بعد یهو خورد تو مثلا عوض شد چی شد، ولی خیلی حال کرد، یعنی خاک باد. آره هم اونجا مثلا یکم حالت عرفانی تر داره اون آهنگ، حالا به سبک خودتون، حالا شاید بعضی مخالف باشن ولی یه حالت عرفانی تر داره تو سبک خودتون، ولی خب شروعش که میشد اون چیزی که باش مواجه میشدی میدونی، مثلا اون تیکه نبود شاید این موزیک خیلی بیشتر میترکون، چون خیلی ها در برخورد اول ممکنه مثلا بگن خب میخواد مثلا راجبه مثلا سکس و فلان و اینا بخونه بریم میدونی، ولی تو تاش که گوش میدی میره یه سمت، از اونور مثلا لیتو میاد میگه بی خیال جمع و تفریق و فلان، خیلی باحال میشی، یا مثلا حتی قافیه های کلا اون ترک خیلی باحال جذابیه، مخصوصا اون کورساش که اون دکلمه هست، خیلی من خودم خیلی دوست دارم، خیلی خفنه. ولی خب اون اولش من همیشه هم که گوش میدم اون اولش میگم
کاش مثلا سیجل اینو نمیگفت، میدونی؟ با اینکه میدونم مثلا امضات تو خیلی ولی همیشه دادن خود بگی اگه سیجل اینو نمیگفت آهنگه این نمیشد، میدونی؟ مثلا خیلی وقت همیشه برعکس فکر من شروع میکردم با یه چیز خیلی دیپ، میدونی؟ و اصلا تو ورس دوی من که دیگه میگه آباتیش خاک با مثلا آباد مثلا داغون نه آباد مثلا اون که بعد از این میاد برات گیراه، مثلا میخواستم از اول دیگه عمیق بگم، اتفاقا خیلی آهنگ مونوتون میشه. این چیزا به نظر من آهنگو آهنگ میکنه و میگم من تو ذهن خودم عمق یا عمیق بودن تو هر شرایطی هست و من خودم تو خوشی یا موقع خوشحالی بیشتر احساساتی میشم تا موقع بدبختی، یعنی عمق من بیشتر. درست. خب آقا کار تکی و آلبوم تکی زیاد نداری، یه دونه سهم منی که کورسش رو سیاوش راد خونده که رپر توش نیست، یه دونه هم مردم عادی اگه اشتباه نکنم، به جز این نه ترک تکی داری؟ نه بیشتر هم نه، اصلا تابستونه هست، آه تابستونه هست، همیم هست، امشب دوره همیم هست، دوتا یادم نبود. ولی خب کلن همین سه چهار تاست دیگه، چرا تکی نیست؟ آره خیلی ها میپرسن ازم. ببین خب واقعیت داستان اینه که خب من از یک گروه اومدم و کلن هم گروه رو دوست دارم و واقعیت داستانم اینه که خب مثلا من خودم خیلی همیشه دوست دارم محصول آخر یا مثلا چیزی که به شنونده عرضه میشه بهترین باشه. مثلا من تو زندگیم یک دونه آهنگ رپ شنیدم که یک نفر خونده و سه ورسش من پشمام ریخته و اون آهنگ Lose Yourself Eminem. هیچ آهنگ دیگه من نمیشناسم که آقا این مثلا دو تا سه تا ورس داشته، چه خارجی چه ایرانی ها، و همه ورس ها یه کوالیتی بست باشه با اینا. مثلا برای همین مثلا فهم میکنم مثلا با خیلی اخلاق اصلا خودم گذاشتم حتی من و علیرضا و گفتیم آقا مثلا تو این آهنگ مثلا اگه بهساد باشه، اگه سهراب باشه، اگه سپر باشه 10% 20% با آهنگ اضافه میکنم. حالا یه سری آرتیست های دیگه چجوری فکر میکنن، میگن به من آهنگم 100 و ترجیح میدم 70 بدم بیرون، ولی برای خودم خیلی خوبه، که واقعا هم هست، پیجت بزرگتر میشه، کنسرتات بهتر میشه، برای خود آرتیست سولو میشی، ولی اونا دارن میگذرن از اون 20-30% احترامی که نه احترام یا ارزشی که به گوش شنونده میده، نمیگم ارزش حتی، ولی من دارم میخواد که آقا اگه مثلا میدونم این آهنگ سهراب بیاد میزنه میترکونه میره، چرا اینو هم از خودم دریغ کنم هم از شنونده؟ و خیلی وقتا ببین آرام مثلا آهنگ کامل کامله ما جواب میکنیم میگیم مثلا تو هم بیا، چون میدونیم میبره بالاتر، بدی های خودشو داره، کنسرت های کم ناکامل تره شد آهنگا اینا، ولی خب از یه طرفی کار گروهی خب قوی تره همیشه دیگه. میگم من هیچ اینو خودم موافقم، دقیقا موافقم کاری، چون یه مثلا من یه دید دارم یه جور نگاه میکنم، سیاوش یه دید، این یه دید، اونا رو هم ممکنه کار عوض کنه، و پس تو کوالیتی رو ترجیح میدی به کردیتش، درسته؟ آره خیلی و فکر میکنم کردیتش هم با زمان گرفتم، میدونی مثلا با خب این کارهایی که همینطوری میکنیم تو بیشتر طول میکشه، ولی در این حال خب مثلا احترام و کردیتی که تو مارکت میگیری بالاخره جاوا میکنی، ولی خب سولو آرتیست خب قاعدتا سولویی و فیمت یکم سولویی تره و تو چشتری و اینها، که حالا انتخاب بوده و از اولش هم اینطوری بوده و راستش رو بگم هیچ چیزی ندارم نسبت بهش، خیلی هم خوشحالم چون احساس میکنم خیلی آهنگای خوب عرضه کردم به مردم و این کارا. خب راجبه اینکه دوست داری ترکار خودت بنویسی و اینا و به قول خودت نقطه قوتته و فکر کنم خیلی هم قبول دارن اینکه بهترین کورس نویسایی و کانسپت های خوبی در میاری، بهترین کورسی کورس و کانسپتی که در آوردی کدومه؟ حالا جدا جدا ببین مثلا خوب از دید خودت ها، ببین مثلا کورس ها خوب زیاده، مثلا چند کورس هایی مثل سیگار صورتی پیشونی ولی بزرگ نه، حتی تابستون کوتاه از اونایی نمیدونم بچه محلینا، خب یه آهنگ خیلی بزرگی هن که خب مثلا افتخار میکنم و تو کنسرت ها همه میخونن، مثلا عشق دنیا رو میکنن، یعنی مایک رو میذاری زمین اصلا
برو که بریم با بچه ها اصلا بزن و حال کنیم. ولی مثلا از لحاظ چیز خب من مثلا کلن به صدام یا اصلا به شخصیتم خیلی همون که گفتی دیس و جنگ زیاد و اینا خب که مثلا لش به هم میاد که اتفاقا مثلا آهنگ به بعدی بعد از من چه که سورپرایز بزرگی خواهد بود مثلا قشنگ هم مثلا یه لش کوکولی کومه و بریم فضا. ولی چیزی که برای من اصلا همیشه جالبه روی این آهنگای خیلی جنگ مثلا سیاه مثل برف و بت کون و اینا مثلا جالبه برام مثلا کوروس گنگم میشینه با صدای خودم خیلی حال میکنم. ولی یه دونه چیز شخصیه. ولی خب میگم اون آهنگای بزرگی که مثلا استشان اسمورم که دیگه ترکی سیاه مثل برفینا هم همونه نمیتونم ولی همهشون ببین هر کدومشون به نظرم کانسپتش جالبه. و مثلا چیزی که دوست دارم اینه که یه چیزایی رو حس میکنم که مثلا تا ثانیه آخر بچه ها میگن عوض کن. مثلا سیاه مثل برف یعنی من فکر کنم مثلا یه ساعت قبلش من به ازاد بود در ازاد بود چیز نه این سفه بگو باقید بکنیم سفید مثل برف جون مادرت سیاه مثل برف نمیشه اصلا یعنی چی اصلا این کلمه این جمله. یه چیزایی رو حس میکنم میدونم جالبی میدونم گیرایی داره و مثلا اینایی که برام چالنجینگ بوده تا آخرش وایسادن یا مثلا اینا مثلا کورس از من چه خبر نمیدونم اینترویو وقتی در میاد در اومد یعنی اصلا عجیبه کورسش اونایی که خیلی تنها بودم تو دفاع کردنشون رو خیلی دوست داشتن که مثلا گفتم آقا مطمئنی اینو میخوای بگی یا یه وقت مثلا نزنیم مثلا جاده خاکی مثلا من مثلا این باشه با من نزنیم جاده خاکی هم دیگه من میرم تو خاک خود دیگه اونا بهم خیلی چسبیده میشه. الان سیگار صورتی رو گفتی من نمیدونستم کورسش رو تکی خودت نوشتی یا بچه ها کمک کردن؟ آره نه خودم نوشتم. به نظر من پس من اینو نمیدونستم به نظر من سیگار صورت اصلا چقدر خاطره داری؟ سیگار صورتی آهنگی بود که یه آهنگ ساخته بودی من علیرضا سیگار صورتی بود کلمش ولی یه اتنی کروس دیگه بود که بعد این بیت اینو که مهراد زد فرستاد بودم چی کارش بکنیم دیگه که اونو نوشتم بازم سوی مسی. آره یه کانسپت خیلی جالب و باحالیه یعنی من خیلی اون ترک رو خیلی دوست دارم. و الان حالا راجع به سیاه مثل برف حرف زدی حالا منظور دقیق کلی سیاه مثل برف یعنی چی؟ اون چیزی که تو ذهن خودت بوده مثل الف لام میم دیگه بعد بری و بری نه برای من خیلی تضاده اون تضادشه یه به جاره به کنسرت میگم کورس سیاه مثل برف برای من بیشتر یه حس درسته که میشه تو هر لحظه یه چیزی رو ازش گرفت ولی به نظر یعنی یه فیلمی که من دارم برخلاف جهت بودن همه برخلاف جهت رفتن یا همه چیز جوری برعکس یعنی کارهای ناعرف و دقیقه از اون کورساس که آدم خودش یعنی اصلا متنه که آدم خودش می‌نویسه حال میکنه تای دلش میدونه چی میخواد بگه ولی نمیتونه دقیق بگه این منظور رو میده اونه. اوکی ولی خب. ولی با حالم it sounds nice با حاله دیگه. آره میگیرم. اوکی آقا این چند وقتی داستانی حالا با لیتو داشتید و اوکی شد و رفت تو مصاحبه خودش هم کردیم که گفتی که شرایط اوکی شد و رفیقیم و اینا همکاری تو آینده با لیتو هست تو آینده نزدیک؟ ببین به بهزاد که برادر کوچیکه منه یعنی از بکنم چند سالش بود یادم نمیاد این داداش کوچیکمه دیگه حالا دیگه تو سر کله هم میزنیم چند ما هم خوب نیستیم و اینا دیگه جزء خانواده یعنی مثل خانواده است برام ولی سورپرایزای عجیبی داریم کلا دارم و داریم و بذار بیان چون دلم میخواد اون چیزش حفظ شه. اوکی برای به حساب من ممکنه ولی کلا یه سری فیچرینگ داره میاد که جالبن خیلی وقت. خب اینجوری که گفتی من برداشت کردم که همکاری تو آینده نزدیک هست با بهزاد. دیگه برداشت دست خودت دیگه. بعد ببینیم که آینده
اوکی، حالا این داستانی که بود، یعنی مشکلی هم که خودتون بالای تو خوردین همون سر داستانی بود که جی جی بالای تو داشت یا نه چجوری بود داستان؟ سر همکاریاش با بقیه بود چی بود؟ نه اون که اصلا به من خیلی ربطی نداره که چی کار میکنه. نه نه اصلا اون نبود، یه چیزی بود که مرز بین کاری و شخصی بود و ترجیح میدم خصوصی بمونه، ولی اصلا یعنی به اون مشکلی که بین ما پیش اومد آخر 2018 بود، خیلی وقت میشه. اوکی اوکی، خب واردش نمیشیم چون گفتی شخصی و این داستانا. بریم درباره یه داستانی که خب هست دیگه، میگن رپر مینستریم و آندرگراند تو ایران، گرچه که خب به صورت خیلی دقیق ما همچین چیزی رو تو ایران نداریم، ولی خب کسایی که این اسما رو میذارن یا این حرفا رو میزنن، گرچه که خب میشه روی سری داستانا بگیم توی چند درصد حالا آندرگراند تر و مینستریم تر، ولی خب یه سری صحبت ها هست راجع به این که مینستریم کم ارزشه، آندرگراند ارزشش بیشتره. حالا عموما خیلی اون ترکایی که کم ویو میگیرن و میگن پس این آندرگرنده، و اینکه حتی بعضی‌ها میگن خب خیلی‌ها عقیده دارن که وقتی ما رپمون مجاز نیست نمیتونیم بگیم که مین استریم یا آندرگرند، ولی خب اونایی که برخلاف اینن میگن ربطی نداره، موزیکی که غیر مجازه هم میتونه آندرگرند باشه میتونه مین استریم باشه. نظرت رو این چیه و این انتقادی که دارن میگن حالا رپرای مین استریم اینجوری اونجوری؟ ببین من خیلی اینو میشنوم و هیچ وقت اصلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم یعنی چی آقا ما آندرگراند میشیم مینستریمی، چون هر آرتیست مینستریمی تو حالا تو همون حیطه‌ای که خودت تعریف کردی دیگه، تو رپ ایران که به قول خودت کلا مجاز که چیزی نیست، هر رپر و آرتیست مینستریمی آندرگراند شروع کرده، و به نظر من هر آرتیستی که آندرگراند اگه کارش واقعا بهتره کنه، واقعا چیز جدیدی رو به بهترین شکل عرضه کنه، مینستریم خواهد شد. هیچ آرتیست آندرگراندی هم نیست که بهش بگه آقا دوست داری فردا بشی مینستریم، بگه نه من واقعا فقطش همینه که فقط آندرگراند. این چرته، آرزوه هر آرتیستی بالاخره اینه که بیاد خیلی بیشتر دیده شه و اینا. حالا جوری که میشه بهش نگاه کرد، آره وقتی آدم میگه مینستریم میشه بعد از چند سال، خب ممکنه یه سری چیزها رو حواسش بیشتره، یه به قول من هر چی کمپانی قول داره کم تکون خوردنش کمتره، اون خورده رو بعضی وقتا میشه گرفت، میشه به امنم گرفت، میشه به لیل وین گرفت دیگه، یه جای به بعد انقدر چیزهای مختلفی رو بعد در نظر داشته باشی که آندرگراند خب دستش بازتره. ولی ما همیشه سعی کردیم تا جایی که میتونیم، مثلا خیلی وقت ما میگن آقا این آهنگت مطمئنی مثلا میخوای این کلمه رو بگی، آهنگت خیلی هیته، مثلا یهو داری از فلان کلمه استفاده میکنی، آدینس مثلا مخاطبات یهو یه سوم میشن چون یهو جلو باباش نمیتونه بذاره. مثلا من همیشه خودم هیچ وقت نیومدم از یه کلمه بزنم چون که مینستریمم، ولی خب آره مثلا اون آهنگ میگن چرا تو آهنگات فوش میدی، خب نمیتونم الان بخونم، یه حالیه من بیام مثلا اونو الان به سیجر بخونه. ولی اینی که میگن ما از قصد آندرگراندیم شما مینستریم، چرت و پرت، یعنی مزخرف. هیچ آرتیست آندرگراندی نیست که آرزوش نباشه مینستریم نشه. ببین حالا این داستانی، حالا اینجوری هیچو به نظر من نمیشه بگیم، چون تو رپ خود آمریکا هم داریم واقعا کسایی که سالها هم بودن اون سایدو دوست داشتن باشن اونجا تاثیر. تو رپ من فقط نازو میشناسم، فقط نازو میشناسم که اینطوریه که نازم هیچ وقت نتونست اون بریر رو رد کنه، ولی وگرنه خوشحال میشم یه رپر آمریکایی بهم بگی مثلا ام سی دوم نداشته دیگه لابد که بشه دیگه. مثلا فابیلس حاجی، مثلا فابیلس خفن، مثلا فابیلس تأثیری که روی زد بازی گذاشت زیاد بود، یعنی من یادم مثلا میشستیم تو ماشین رایم های هفت سیلابه می آورد something like a phenomenon but still bomb، اصلا پشمای ما می ریخت، اصلا اینجوری تو ماشین می رفتیم من سامان می رفت اصلا چی داره میگه این. ولی خب نداشت مینستریم شه، دو تا آهنگ داشت بریت و برای مینستریم شدن که فقط رپر خوب نمیخواد، که مینستریم شدن پرودوسر خوب میخواد، بیت خوب میخواد، کورس خوب میخواد، کانسپت خوب میخواد، اجرای خوب میخواد، شانس خوب میخواد، خیلی چیزا میخواد. ولی من کسی رو نمیشناسم از قضا، ببخشید یعنی کلامت بگو نه ردیفه، ولی
یه بحثی که میخوام بگم اشتباه اینه که کسایی که حالا درسته واقعا کسایی که داریم آندرگرندن، طرف دغدغه شونه یا آهنگای شاید خیلی سنگینی بخونه که خب واقعا اینو اجتماع نمیخواد، برای مثلا علی سورنا هر چقدرم که توی سبک خودش داره کار میکنه و کانسپت، حالا مثلا آلبوم گوزنش رو نمیدونم جدیدش شنیدی یا نه، یه رمان واسه خودش، اصلا مثل فیلم میمونه، مثلا میبینی تکستش هم ننوشته ورس کوره، صحنه صحنه است و یه حالت فیلم کلا داستانش، و بازم میاد بیتره کنه مثلا تو همون ساندکلاد ایران تو همون یه هفته اول 2 میلیون ویو میگیره، میدونی؟ ولی خب اون سبکشو داره، یا مثلا مرد تنهاش 21 سالش بود فلان اون کارو کرد و این کارها رو دارن انجام میدن، ولی خب یه سری ها این بسط هستن نمیتونن اون کارو بدن و خودشونو میچسبونن میکنن آندرگراوند و اسم مثلا اونا رو هم بعد این غلطه، اینکه شما چون نمیتونی، خیلی ها هستن آقا میان درداف و فلان و موضوعی که همه میگن موضوعایی که مردم بیشتر دوست دارن با اسمش آهنگید چه، خیلی ها هستن از اینا خوندن میخونن ولی نه جایگاهی گرفتن نه پلی خوردن، پس به اینش نیست که خیلی ها چیز میگن، و یه سری هم تو آندرگراوند داریم، ولی تو خود ایران هم داریم دیگه، مثلا خود بهرام کسی بود که دوتا آلبوم داره تقریبا حس میکنم کل ایران شنیدن 24 ساعت. ببین من فکر میکنم اون ببین من مثلا احسان خدا نشینم زیاد، یا مثلا بهرام مثلا 24 ساعتش 24 ساعت روزش، ولی مثلا اون آهنگش از من میپرسی مینستریمه، یعنی اون لحظه که اون آهنگ در آمده بود تو ایران و تو همه شنیده بودن دیگه، حالا اگه بعدش نتونسته آرتیستیک وایز خودش رو مینستریم نگه داره یا به قول خود نخواسته من نمیدونم، ولی اون آهنگش که به نظر من هنوز مثلا من ملودی کورستش یادمه، مدلش یادمه، همه ای المان ها رو داشت مینستریم میشه، یا چه میدونم آهنگ فاصله گرزان به نظر من مینستریمه، یا خدا پاشوه هیچ کس مینستریمه، اینا تو وقتی آهنگ همه شنیدن مینستریمی دیگه. آره نه همون میگم داریم، یعنی کسایی رو که داشتن اونا رو، ولی خب تصمیم گرفتن یه رفتن این سبکای دیگه، من فکر نمی کنم تصمیمه، ولی ممکنم اشتباه کنم حق با خود. آره آخه مثلا ببین اشتباه خوب برام نمیدونم شنیدی نه، خیلی نوآوری توشه، خیلی عجیب غریبه، اصلا من بعد اون آلبوم خودم به بهرام میگم صادق هدایت رپ، میدونی اینقدر مثلا، ولی خب راحت آلبوم بعدیش برای خود من خیلی جذابه، شاید به نظرم بگم آقا این تکنیکی ضعیفه، مثلا من بهرام اون موقع رو خیلی دوست داشتم یا مثلا اینا، ولی باز گوش میدم میگم بابا چه آرتیستی هستی تو، چیکار کردی روی، میدونی؟ و حس میکنم بعضی وقتا هست، نمیتونیم بگیم هیچ وقت. من فکر میکنم که مثلا آهنگ آندرگراوند یه آرتیستی که خیلی استبلیشته میتونه این کارو بکنه، مثلا یه ها چنان فردا مثلا کاینی وست این کارو میکنه، یه ها یه آلمان میده فضا در، ولی چون کاینی وسته من میتونم بگم که از قصد رفته این کارو کرده، کسی که یه هیت داشته دو هیت داشته دیگه هم هیت نداشته 10 سال هیت نداشته فقط اونطوری داده، یا دیگه واقعا یه عشق درونی داره 10 سال میخواد آهنگای اکسپریمنتال بده، یا اینکه نتونسته. من تو مثلا لول کاینی وست میفهمم تصمیم کاملا تصمیم خودشه، گفته حاجی من 10 سال دنیا رو ترکوندم، عشق یه پولم هم دارم دوست دارم مثلا 3 تا آلبوم بدم هر کی حال کرد، اون میفهمم. ولی آرتیست که یکی دو تا مثلا منسیم داشته و دیگه نتونسته ایش وقت بده، به نظر من میتونیم آره بشیم یه پیکی بریزیم و تا صبح صحبت کنیم دیگه ببینیم چی میزنیم. خب این صحبت درباره مینستریم، یه صحبتی هست حالا من دوست دارم انجام شه، چون توی روانشناسی موزیک هر 10 سال توی دنیا چیز میشه دیگه، نسل عوض میشه، میگن که وقتی 10 سال میشه دیگه موزیک 10 سال قبل رو بهش میگن مبتذل و کمتر گوش داده میشه، اون نسل جدید سلیقه های جدید و فکرهای جدید، و هر 10 سال حساب میشه، و خیلی ها قبول ندارن که رپ فارسی ما میشه 4 نسل. حالا من خودم کساییم که مخالفم، درسته این علمیش ما الان رپ فارسی 2 تا نسل بعد داشته باشیم، ولی داستانی که ما ببینیم سال 80 اگه بگیریم که آهنگای خوب شروع شد اومدن، قبلش که 1-2 سال قبل که آهنگاش واقعا خوب نبود، ولی از 80 که آهنگای خوب اومد تا 85 کلا یه موضوعای دیگه بود، یه حرفای دیگه بود، یه شکل دیگه بود، 85 نسل 2 که به نظر من اومدن یه کانسپت‌های جدید، حرفای جدید، مدل‌های جدید، دوباره دهه 90 که امثال اپیکور، وانتونز، شایع، لیتو اینا اومدن یه چیزای جدید، و از این ورم که 95 بیمرم که نسل 4 که الان هستن
یه این چیزی نسل جدید. دو کی میشه دقیقا؟ نسل دو علی سورنا میشه، بنیامین میشه، فرشاد میشه، خیلی زیادن. ولی خب اونایی که الان ترکوندن نسل دو حضور ذهن ندارم. ولی نسل چون داشتم با کی داشتم حرف با بهزاد بود داشتیم نسل رو میشمردیم، بعد من تو شک بودم که اصلا سفر و بهزاد نسل دویی هن یا سهی هن. بعد یه نسل کم می آوردیم، خب دلیلش این که اون نسل دوه به ترکون کم داشته. ببین نسل دو یه نسلی بودن که اکثرا خوباشون مخصوصا که مثلا بهترینش علی سورنا میتونه باشه، خیلی دیگه رو اون اجتماع و خیلی افسرده تر بود موزیکاشون تا نسبت به نسل قبل. ولی دهه 90 ها که دوباره اومدن مثل خلسه که من یادم اون اول شروع کردم مثلا یه آهنگای مثل علت و علت دوره و جن و ایستادم و یا مثلا قلهشون اصلا یه چیزی ما اون موقع گوش می‌دادم. صدا برداری امری خب من خیلی دوست داشتم. آره دقیقا ما اولش اونجوری شروع شد گفت خطا بهتر از خطا تا دافی تیغ زن و من خر را تا لش کرده. خودم گفتم این چی فکر میکنه اینا رو مینویسه بچه. یا مثلا یه جوش میگفت اینقدر کشیدم صدام شبیه داریوش شده فلان یه چیزایی میگفت. یا مثلا میگفت مثل ایرانه ای را میترسن با هم بپره، یه لفظای با حال خودش آورده بود و جالب بود. یا مثلا پوریا پوتک هم دو هم سه چون آخرهای دو اومد آخرهای دو نسل سه. آره ولی خب اون نسل دویامون خیلی اکثرا چیز بودن دیگه، یکم افسورده تر و فکر کنم صادق هم نسل دو حساب میشه و اونجوری اوکی، بودن. فهمیدم خب... چون میگم شما یه نسل کم یادیم تو اون بحثی که داشتیم همین گفتم از خود بعد بپرسم. آره خیلی چیزه اونایی که هم افسورده ترن. حالا قربونت. آره. و نظر تو چیه، رپ فارسی چهار نسله یا نه بعد بس رپ یعنی کلا موسیقی دنیا؟ من فکر میکنم نسلایی که میگی خب خیلی درستن، ولی خب نسلایی که از دید من هم نمیگم که همه رو نمیشناسم، ولی مثلا فکر میکنم یک و نسل سه بترکون ترا بودن. میگم دو با این حسابی که گفتی، یکم با سبک من فرق داره و خیلی هم منتظرم که هم نسل چهار چیه. نسل چهار یا بد بومبن خیلی مغزای مریضی دارن، خیلی مریضن، بعد خیلی هم نوان. بعد مثلا نمیدونم هیپوپولوژیست رو توش داریم، مثلا هیپوپولوژیست رو میبینی مثلا یاد ام جی میندازتت ولی مدرن، میدونی. آره یکم مدلشون هم حرفای آره. جدید با حال مثلا ما قبل از اون زیاد از کولت خوندن و تیر میزنم و اینا تو رپ فارسی نشه، ولی اینا آوردن با حالم آوردن، میدونی. حالا مثلا با تیر میزنم مثلا آدم حال میکنه با فازیشون، یکم چیزه یکم تخسرم مثلا اون حال دارم. خب ببین مثلا بین اینا دیگه کدوماشون میشن اون دو تایی که میشه به اسم گفت دیگه بعدا. آره من حدس میزنم که 5 تاشون میمونن، یعنی از اونایی که من به نظرم 5 تاشون میمونن خیلی باحالن. حالا ببینیم چه جوری پیش میره. امیدوارم بتره کنن چون من خیلی اسمشون رو خود میدونی گوش میدی. ببین من با اون نسل یکم مثلا میرم بعد زختا مثلا آر جی داره نیو هیپ هاپ لیست بکنم مثلا اونا رو گوش میدم، اسمشون رو نمیدونم مثلا یه سری آخه خیلی هاشون تو آر جی نیستن، خیلی مستقل و رو اسپاتیفای ان و نمیشناس، نمیدونم از کجا باید بفهمم راستش رو چون اونقدر مثلا اونقدر وقت ندارم همیشه دنبال کنم. مثلا یه یکم مثلا اینستاگرام ها رو خودم و بچه ها چی رو میذارن، من به احساس چی رو میذاره، علیرضا کی رو میذاره، کوروش کی رو میذاره، مثلا اونا رو یکم میبینم که مثلا کی داره کی رو میبینه، بعد مثلا یکم تو پلیلیست اونجا بود به هم به تورم بخوره یا مثلا یکی بیاد بگه آقا اینو شنیدی. و این بیشتر دلم میخواد بشناسمشون چون من فکر میکنم به نسل سه خب خیلی خوشحالم که تونستم کمک بکنم و چه چیزهایی هم از توش اومد بیرون، چه قولایی با من اومد بیرون. نسل چهارم دلم میخواد ولی بعد بیشتر بشناسم. اینو چیز من کمکاری خودم. درست. خب آقا یه سری اس و اینا ازت میپرسم و فکر کنم دیگه تو مصاحبه اینو زیاد دیدی دیگه آشنایی، نظر هر فرچی که راجبشون داری به ترتیب بگیم و بریم. اسم اول امیر تتلو، مرد پرهاشیه. ببین امیر تتلو من مثلا فکرم یکی دو بار هم از نزدیک دیدیم، آشنایی اونطوری ندارم باهاش، ولی به عنوان یه آرتیست واقعا آرتیست جالبیه. حالا خب خیلی چیزاش سریقه خودشه و اینها، ولی
آخه من یه تئوری که اصلا کلا دارم اینه که خب آره اگه آرتیست هم مثلا بیهاش یا نایس تری باشه نایسه، ولی در نهایت من خیلی برام فرق نداره مثلا ریانا با دوست به سرش کتککاری میکنن یا خیلی خوبن، من آهنگش رو گوش میدم واقعا بخواد از آرتیستی واقعا آرتیست جالبیه، خیلی مدل خودشه کامله. حالا میگم یه سری چیزا هست که خب مثلا فکر میکنم یه خودش دوست داره مثلا خیلی طولانی باشه آهنگاش، یا یه سری راههایی رو میره که فکر میکنم به مزاق خودش خیلی دوست داره. حالا مثلا من حتما مثلا فکر میکنم مثلا شاید یه سری مثلا کوتاه‌تر بود شاید ایمپکت بهتری داشت، ولی خیلی آرتیست خوبیه کلا. تتلو خیلی عجیب غریبه حتی واسه خود منم، یعنی یکی از اشخاصیه که هم خیلی ریسپکت براش قائلم هم خیلی نقد بهش دارم، یعنی ولی کلا خیلی آدم عجوبه عجیب غریبیه ولی آرتیست خیلی خوبیه، یعنی من اینو میتونم بگم و بقیه چیزاش هم میگم به من ربط نداره من شنوندم دیگه. آره آخه تا اونجاییش مثلا به من یا مثلا به خودت ربط نداره که درباره من چیزی نمیگه میدونی، یا مثلا درباره کار من یا کارهای ما. مثلا یادم یه داستانی شد بچه های ریاکشن به یکی از دیسترکاش چیز کردیم، کسی که دیسش کرده بود با آهنگ حولو کچی بیت ریاکت رفتیم، اومد یه ویس 10 دقیقه ما رو فشکش کرد گذاشت کرد. خب بابا چرا من وظیفه همه، من قشنگ تو ویدیو گفته بودم هم من همیشه خیلی این کار رو میکنه، نمیدونم چرا این کار میکنه. خب میدونی من وظیفه من نمیتونم بیام فرق بذارم بین آرتیست، ولی شاید من... از رو عشقه، شاید از نمی به خدا نمیشناسم. خب ببین آدم از ببین من اون روز خیلی حالم بد بود. چرا؟ چون من اومدم گفتم آقا من وظیفه من خبرگزاری ام، وظیفه ام اینه خشی دیس میده برم ببینم چه جوریه، بررسی کنم تتلو دیس میده همینطور، و هر تو هر جاش خنده دار بود میخندم، هر جاش چیز بود درسته کنم. اصلا کارت اینه دقیقاً. بعد یهو من اومدم دیدم دقیقاً 20 دقیقه نیم ساعت بعد از اینکه حالا بچه‌ها همه اون موقع اول سری ریاکشن گوشیم، این 10 دقیقه به من فوش مادر و فلان اجازه ندارید بیه. بابا من وظیفه‌م این کاره، من نمیتونم اونو نگید جمهوری اسلامی بازی درم، نه تو نه تو. همه آرتیست‌ها برای من از نسل یکیش بگیر تا نسل چاریش برای من یه قدن، درست حالا با یکی بیشتر خاطره داریم، شاید من بچه بودم فن فلانی بودم اون ساخته منو، ولی خب تو این جایگاهی که هستم من بعد همه رو بدون تعصب ببینم، اگه بخوام تعصب به مخاطب یاد بدم که مخاطب دور دیگه چی میشه. ولی خب اون داره برای ایمیجش کار خودش رو میکنه، تو هم داری کار خودتو میکنی در نهایت دیگه، و این چیزا خب مثلا من دو شب خوابم نبرد، من دو شب خوابم عصبی بودم. ریلکس بعد حالا ریلکس میکنی کم کم. آره دیگه خلاصه آقا یکی دیگه اسما که خب یه زمان خیلی درگیر بودید و بعد یه همکاری ازش اومد با یکی از بچه های زدبازی رضا پیشرو. ببین احساس میکنم پسر خوبیه، میدونم سختی زیاد دیده، ولی خب از لحاظ موزیکی نمیتونم نمیفهمم، سریقا یکی نیست میدونی، نه یعنی احترامش سر جاش بالاخره پیش کسفته، ولی میشم مثلا به جرات بگم مثلا هیچ آهنگش نیست مثلا سه چهار بار گوش داده باشم، مدلش اصلا با من فرق داره مثلا. خب خیلی مثلا ببینم نه همین اوکی. احترامش سر جاش، ولی از لحاظ هنری فکر نمی کنم خیلی به هم ربط داریم. اوکی اسم بعدی اسم یه شهره، تهران. تهران مدتی نرفتم، 8 سال الان 9 سال نرفتم، ولی عاشق تهرانم حاجی. مثلا آهنگ بچه محل رو که می نوشتم فقط یاد مثلا مثلا یه موقع هایی بود و اینا، همشون مجتمعمون و خب خیلی عشق من تهران چی بهش بگم. جالبش اینه تهران هم با ته دو نقطه بیشتر دوست دارم تا ته دست دار. ببین این الان گفتی بچه محله بینوشم تهران بودم، دقیقا چون من فرست ریاکت میرم معمولا آهنگارو، اون موقع هم جز اولین ریاکت هایی بود که میرفتم،
اینو که گذاشتم منم قشنگ تو تهران و بچه محله داشت تو ریاکشن گریم در میومد، یعنی دو تا آهنگ بود که ریاکشنش داشت اشکم در میومد، یکیش همین بچه محل بود، یعنی فقط هیچی نمیتونستم بگم، فهم گفتم دقیقا. بعد جالب هست دیگه که دمت گرم، مثلا میگم کوروس هایی که پاش وایسادم، مثلا کوروس هم که نوشته من، خب اولش که سیفه یه موقعی بود و اینا، و اون تیکه بچه محلای من یادم علیرضا بود که گفت خب کلمه بچه محل به ما میاد، بچه محل زد باز سی، گفتم برو این میدونم این کلمه بچه من بشینه، و خب بعدش هم جوری که یسنا و مهراد خوندن کورسشو واقعا ترکونم. ورس مهراد چی بود تو اون آهنگ؟ البته زیاد شاید یکم فاز آهنگو عوض میکرد، ولی چون یهو یه ذره عشقی تر شد، ولی چه اصلا شب طولانی داشتم با مهراد اون شب، با هم مینوشت کار میکردیم ورسش، از اون شبامونه که یادمونه حالا یادم میمونه و چی هم شد. واقعا فکر میکنم اون ورس مهراد جزو سه تا بهترین ورس کریرش فکر کنم. موافقم. اسم بعدی یاس، یه سری حواشی ریزم داشتی قبلا. یکم نمیگیرم، نیستم از اجتماع و بدبختی بگی خودت کار دیگه بکنی، نیستم این مثلا از تکنیکالی و اینا، خب واقعا قویه میدونی، مثلا تکنیکش قویه، فروش قویه، چقدر دیگه روی سابجکت، چقدر روی موضوع. بعد خب مثلا ما هم مثلا میدونی چقدر مثلا بخوای فقط بدیه چیزی رو بگی، چقدر میخوای مثلا چیز بدیهی رو بگی، احترام دارم براش، ولی میگم مثلا اصلا هیچ را هیچ ارتباطی برقرار نمی کنم. حتی خیلی هم فکر میکنن که مثلا ما همیشه خیلی خفن بودیم، بعضی هم خفن از اول نمیدونن با تو پنتهاوس به دنیا آمدیم، این خبرها نبوده. این مثلا حالا دلیلی که ما غور نمیزنم مثلا چی کنن، غور نمیزنم تو پابلیک، ولی خب مثلا بدبختی هم که ما کشیدیم شاید نصفش رو یاس نکشیده، ولی هیچ وقت نمیفهمم. حتی موقعی که خیلی پایینم جالب نیست برام که هی بگه چه حالت وقتی ما میدونم دیگه چه آخه حالا ولش کن نظرت دیگه، زیاد طولایش نکنیم و اینا، این کلی میشه راجبش حرف زد. هر کی حالا همین، از به نظر من باید همه اینا باشن دیگه، حالا یکی بعد خوبه واقعا یاس تو این کار خیلی خوبه دیگه، خودت هم نمیگی تکنیکی تو کار خودش بهترین کار خودشه، ولی من مودت نیستم. نه اصلا من اصلا این سبکار کلا نیستم. اوکی. اسم بعدی شایه. شما هم یه جورایی یاس دوه دیگه، اونم یه چیزی میگه پشت پرده، یه چیز دیگه میگه، آدم آنستی نیست. یه روز میاد میگه تو اونی که این کار کرده دزد، فرداش خودش میکنه. ببین آخه اسمایی که داری میگی شایه، داری میگی یاس، داری میگی پیشرو، خب هر کدومشون لابد یه آدمی خیلی، یعنی کاری خیلی درست انجام دادن که انقدر محبوبن و فالوورهای خودشونو دارن و فنای خودشونو دارن. یعنی من هر چی دارم اینا از لحاظ تکنیکالی و اینا، آره همشون خفنن. شاید رپی که میکنه رپ روونیه، تکنیک داره، ولی خب اونم مثل یاسه و یکم کلمه درو رو نمیخوام، یعنی دو شکلن. مثلا یه چیزی که لااقل مثلا خودمون دوست دارم هممونا، یعنی مثلا از من همه زد بازی تمام دوستان بچه ها خودمونیم، یعنی اگه آهنگ داریم رو یه روزی میرسیم صحبت میکنیم واسه دوستامون که مردن، واقعا از ته دل دارم میام میدم بودی یارم رو تو دبل آلبوم داریم میخونیم، از ته دل داریم میخونیم، واقعا واسه بابام تنگ شده، اگه دارم میام خطای کوکائین و اکستسی از ته دل دارم میخونم، احساس میکنم که تو اگه منو بشناسی مثلا دوست من باشی هیچ وقت نمیگی سیجل اون آهنگه، ولی یکم مثلا تظاهر کردی نه، هیچ وقت نخواهی گفت در برانش. من همونقدر آدم احساساتی هستم، همونقدر گریه میکنم، همونقدر میخندم که دوست دارم عشق حال کنم، همونقدر ولی خب تا یه حدی شخصیت سازی میکنید، یعنی اینجوری هم چون مثلا برای مثلا خود جزء اشخاصی هست که متأهلی فلان و اینا، ولی خب مثلا از در و داف باز میخونی،
بعضی جاها خب یه کرکتری هم آره بخو ساخته مثلا شده دیگه. بابای تو مثلا باش رفتی بیرون مثلا دوتایی میرفتین پارک، مثلا یه گرفتم خانومی رد میره مثلا هیچی جوک نمیگفت، خب معلومه که جوکشو میگی، حرفشو به دوستات میزنی. من هم حرفایی که راجع به درداف میزنم منو سهراب و سامان رو بنداز توی اتاق تا صبح از این کس چرا میگیم میخندیم. چه من با بابا بزرگم اون سن 85 سالگیش میمونم میگو لب به لب سینه به سینه معنی محبت اینه. میدونی دورویی نیست، تو مگه آدم سالم آدم اینطوریه؟ نه خب ببین بعضی وقتا شخصیت سازی میشه دیگه، میدونی مثلا اون شخصیت که از خودشون میسازن دیگه، اون کارکتره. و ببین من تنها خالی که بستم اونجایی که میگم درس و مشقا یو ول کردم، یعنی واقعا یه خورده که بخواد تو کل کریر از من بگی، کریر از من بگیری، اونم چون رایمش خفن بود. یه رایم آقا من خالی بستم تا باشم وای نیستم خالی بنده داداش. من هم با لیسانس شیمی گرفتم، فوق لیسانس مهندسی فرآیند، همتون هم درس رو بخونین خوبه، بهتون درس تخمتون باشه، دیدتون رو باز میکنه، فکرتون رو باز میکنه، اونو میپذیرم، رایمش خیلی خوب بود، اونو خالی بستم. اوکی آره. اسم عدی ویلسون عشق منه، رفیق خودم سامان هاجی دیگه. سامان آدمیه که 100 سال نبینم دل زنگ بزنه در رو واکنه، انگار هم 2 دقیقه پیش با هم دیگه داشتیم میگفتیم میخندیم، انقدر یعنی دوسته بود. چیز نرم میگم. اوکی پوبون. این پوبون برای خودش خیلی موفق شده، من خیلی نه میشناسمش نه اوائل نمیدونم دوباره، مثل اینکه میگم مثلا ما هم یه دالتی داریم که هرکی که میخواد چیزی بگه چیزی میگه اون اوائل، ولی مثلا منم نه به دیری گرفتم چیزی نه هیچی. خیلی جالبه برام ببینم اون 4-5 سالگی کجاست، خیلی دارم میخواد ببینم که اوجش الانه یا اوجش 3 سال دیگه است، امیدوارم 3 سال دیگه باشه، ولی داره کار خودش رو میکنه و فکرم خوب دارن انجام میده کارش. اون داستانی که گفتی سر همون استوریه که میگفتن یه گروه بزن مثل زد بازی و جواب داده بود اونو میگی؟ نه یه چیزی به مثل سی مثل سی جراجه یه چیزی موقع بود من تو اینترویو گفته بود همین بود. آها اینترویوشون نه نه شادم همون بود، شام استوری بود، اصلا یادم نمیاد، ولی یادم این چه چیزایی گفته بود و خیلی ما ریاکشن خاصی من نشون ندادم. جی جی رفته بود یه ریاکشن کرده بود. آره خب ریاکشن بیشتر دوسته، اون بیشتر ریاکشن دوست داره. بخوا از یه طرفی هم ببین میفهمم بالاخره خیلی هم کارو میکنن که توجه بگیرن، چیزی نبود که من خیلی به دل بخوام بگیرم، ولی حالا میگم ولی خب همونم بازش خب خیلی اصلا مثلا خیلی هم مشتاق نمیشم کار خاصی با هم بکنیم، ولی دلم میخواد که مثلا 3 سال دیگه قفنتر باشه، ولی نمیدونم آیا الانش اوجشه یا هنوز مونده تا اوجشه. یه چیزی هم که هست همیشه هست این که خودم رو هیچ وقت نمیدم اینجا بگم رپر خفنی هم تو رپ گیم میخوان، دارم میخواست یک گروس بسازم بچه من یه ایران بخونه، میدونی حالا حواشیه این رپر اون رپر، اصلا خیلی اصلا هیچ وقت لیوری نبود که من میخواستم کار کنم، برای همین اصلا خودم رو خیلی تو رپ گیم نمیبینم. حالا ببخش اگه طرف دارم چیزه این اصلا فکرم طرف دارم من رو میفهمن، من امایدم تو موزیک ایران بهترین رو عرضه کنم برای اینکه موزیکمون سراسری بشه. دیدم وقتی بیهست اومد، دیدم وقتی تابست و کتای اومد با 100 تا کار دیگه، دیدم بعد از مدت ها که زدبازی هم خوابید دوباره اصلا با بچه محل از استوری سیدنی تا ونکوور تا تهران تا بوشهر مردم میدارن میخونن، اونه که به من انرژی میده. من اینجا هستم که یه چیزی به مردمم بدم عشق کنن. حالا پیام سپسی رپ گیم خیلی من نیستم، واقعیتش اینه که خیلی ریسپکت دارم برای کاری که انجام دادم یا پیشرو شاید، یعنی حتما یه چیزی داشتن که مردم اینقدر هوادار دارن، ولی مدل من نیست. اصلا تو موزیک خارجی هم اون سبک رو گوش نمیدم، تو موزیک خارجی هم دنبال سبکایی هستن که به نظرم حرف جدیدتری دارن برای گفتن. خب این صحبت هایی که کردیم من یه سری سوال این یا اون داشتم رو این حساب، نصفش میره چون نیست توه
مودت، ولی خب لیسایی که بهتون میشه رو گوش میدی؟ بعضیش خب دو تا دیس خیلی معروف بهتون شده، یکی اثر منفی یکی دیگه تابلو شده، کدومش رو انتخاب میکنی؟ یه قرار باشه یکیش انتخاب کنی دیگه تابلو شده. ما کی بود؟ ما فده ای اثر تو یک منفی سال ما اخیر کی بود؟ رضا پیش رو. اثر منفی اون قدیمیه زنگ میزد به سامان دیگه تابلو شده، دیسبک یخ بود دیگه که نه میدونم هیچ کدوم یکیو مجبوری دیگه پرمز ازیادت مال پیپال پیش رو چی میگفت توش یادم نمیاد تو حالا اون ببین اولش که خیلی چیپه اصلا من که سران کلمه احمدی نژادم تو این چیز استفاده کردم کلا احمدی نژادی بازی بدم میاد مثلا همیشه من بچه‌ها میگم آقا مثلا بیف دارین دیست دارین کاراکترای رپی همو بزنین این میدونی این که حالا من بیام صدا تو ضبط کنم اون یکی بیا تو دیس اون یکی ها کی بود یه مسیج دارم این مسیج وایس تو پخش بکنم خودشون مگه مجلس لاریجانی و احمدی نژاد نشون بدم بگم این که دیگه بچه بازیه مثلا به همین دلیل یادم نمیاد توش چی میگه ویشو ولی به همین دلیل که چیپ به انگلیسی میگن چیپ شات چیپ شات اولش دومی ولی نمیدونم واقعا کدوم به کدومه. ببین من خودم یه انتقادی رو این که خود آرتیست ببین خب اصلا پاپارادزی به نظر من واسه همین شکل گرفته دیگه خود من اینو یعنی کسایی که اینا رو پخش میکنن و به نظرم بهتره که یکم با سیاست تر آقا حالا پخش کن حاشیه رو بنداز ولی یه پاپارادزی یه میدونی یکم که مثلا بگن اون کرده که خود آرتیسته چیز نشه به هر حال برای شخصیت آرتیستی خوب نیست اصلا. تو مثلا فکر کنم من به تو زنگ بزنم مثلا دیگه جوری چیز من یه چیزی بهت بگم اونلا یه هم مثلا تو ضبط کنی پخش کنی یا مثلا من یه وایسی بهت اصلا چه ربطی داره بعد تو وقتی یه چیزی شخصی اینطوری میکنی دیگه آسمون دیگه تا آسمون میتونه بره یعنی دیگه کی میتونه این داستان وایسه یعنی من هبیه شخصی از تو بزنم تو یه شخصی دیگه میدونی یعنی اصلا خیلی چیز کثیفی میشه مثلا میزنی مرد و مردونه پاشین ایمیج هم و عنوان رپر داغون کنین بره خیلی هم عالی مرد و مردونه تو رینگین بزن و بزن ولی این کارا خیلی چیپه حاجی خیلی چیپه. این حالا مثالی که زدی من اینجا سوء استفاده کنم مثل بوشیدو بوشیدو رو شنیدی؟ بوشیدو بتل کچی بیتسو پوتک اصلا دوست ندارم خیلی رب بتل راسته شد اوکی. یعنی خیلی رب دیسی رو دوست دارم که آهنگ باشه حال کنی اصلا دیس های خودمون رو برای این دوست دارم بچه ها میخونم من که زیاد نیستم شعری آهنگه میدونی یعنی اصلا سوای دیسش آهنگه داری حال میکنی تو مهمونی هم میتونی بذاری این دیس خیلی فقط برای رپ بتل آره 8 مایل حال میکردم اوکی هیدن یا جی جی نمیتونم آقا یه کدوم قدیم که گفته بودی جی جی کلن هیدن یا جی جی نمی چی نبود نه تو آهنگسازی و تو نه الان جفتشون های اعلام اوکی لیتو یا خلصه یا جی مامان تو بیشتر سری یا بابا یکی اون آدم یه جوری بیشتر حال میکنه دیگه حالا آخه ببین بازم بستگی داره مثلا به میتونی از من بپرسی آقا مشکل داری به حساب میگیری یا سفر یا میخوای ویسکی بخوری به سفر میخوری یا مثلا چه میدونم هر کی مثلا موزیکه مثلا هر موزیکه یه جا گوش میدی چه میدونم بهراد و دریزام آهنگایی که کار میکنیم متفاوتن آقا آدم یه ترجیح داره دیگه آقا ترجیح میدی با هیدن یا آهنگ ببندی یا با جی جی مثلا با جی جی ممکنه بگی بیشتر خوش میگذره مثلا با هیدن میدونی نه اذیت نکنیم نه اینا سخت خیلی ویسکی آبجو حاجی قبلا الان آبجو خیلی ها میکردم ولی چون ضعیف تره بعضی وقتا پشتش خطرناک تره چون یا 6 تا میخوری ولی فرشنسی که اصلا آبجو داره و هرس آدم میخوابونه هرس نخور آبجو بخور کلن عشق خاصی با آبجو دارم متاسفانه خوب یکم شیکم و اینا رو اذیت میکنه ولی چی شد آخر من نفهم آبجو شد؟ آبجو شد آبجو خونک ولی آره خونک منیش
زاخارنامه یا ستاره بازی؟ الان که خب ببین، خب زاخارنامه دیگه سعی بهم از من بپرسن سه تا آلبومی که ایران رو عوض کرد چیه، خب زاخارنامه توشه. یعنی خب جفتشون رو خیلی دوست دارم، ولی خب زاخارنامه خیلی آیکانیک تره، چیز خیلی خیلی چیز بزرگیه به نظر من. زاخارنامه خیلی وزن زیاده. خب یه سوال دیگه که میخوام ازت بپرسم، با توجه به وایسی که چند روز پیش سام ویلسون گذاشته بود و اون داستانش این بود که سام ویلسون میگفت یه نصیحت دارم برای کسایی که جوان‌ترن میخوان رپ رو شروع کنن، هیچ وقت این کارو نکنید، برید سراغ یه کار دیگه. میخوام ببینم که آیا با این موافقی و اگه نه چه نصیحتی داری واسه رپ کنایی که میخوان تازه شروع کنن. ببین خب خیلی بستگی داره که دنبال چیه تو رپ، و اینکه مثلا همونطور که میگفتم مثلا آینده ی زد بازی مثلا آینده ایرانه، کی میدونه که 10 سال دیگه آینده موزیک ایران چیه، آیا بد و بدتر میشه، همین میمونه، بهتر میشه. یه سری جوابایی که سخت جواب دادم بهش، و اینکه بستگی داره خب تو رپ دنبال چی. یعنی تو رپ دنبال اینی که مثلا یه لولی برسی که در نهایت شاید از ایران باید بیای بیرون و میخوای واقعا روزی تو بگذرونی، سختره. ولی من همیشه به این اعتقاد دارم که تو کاری که دوست داری رو بکن، یه چیزی میشه. من نمیدونم 10 سال دیگه موسیقی ایران کجاست، برای همین خیلی نمیتونم بگم موافقم با این حرف سامان. ولی اینکه دیگه حالا مثلا آپشن های دیگر هم باز نگه داری، یا اینکه اول دو تا آپشن رو با هم بیاری جلو ببینی چقدر تو رپ خوبی، بعد از یه جایی به بعد تصمیم میگیری آپشن دو تو ول کنی، خب اینا چیزای محافظانه کارانه است که من خودم خیلی این کارو کردم. نمیگم ولی درسته، چون دقیقاً برعکسش هم منو بچه خودم دیدم که از اول گفتم من میخوام برم تو موزیک و تو دسته، رفتن تو موزیک و واقعا رسیدم به جایی که میخوام. ولی من توصیه که به بچهای جدید دارم، خیلی مسیج میگیرم که آقا من پول ندارم، کانکشن ندارم، نمیتونم، با پول باید معروف شی. اینا درست نیست. یکی این که مثلا یکی شماره یکی لو میره هی مسیج میده فید میدی، اینطوری نیست. به نظر من کارتو بکن، اول خودتو دریاب، ببین از نظر به عنوان آرتیست کجایی، چه حرف جدیدی داری، کاراکتر چیه، چه چیز جدیدی داری میاری. بلکه به جای رسیدی یه سری چنل ایمیل طرف از طریق آدمای مثل خودته، هزار تا راه اساسه دستن با آرتیست، اون چنل ها رو برین براش. و اینطوری هم نباشه مثلا یکی میاد یه بار یه بیت میفرستن مثلا تو ایمیل، بعد مثلا اینستاگرام میزنی آره یه بارم فرستادم یه گوشم ندادی. نه، اگه اعتقاد داری یکی که 10 تا نفرست، اونی که میدونی من دوست دارم، مثلا اون آرتیستی که میخوای بفرست، هر هفته 4 بار اون ایمیلو بزن، هر جایی که میتونی بذار، یه جا اون آرتیست پلی میکنتش و اگه همون لحظه چیز باشه شانستو زیاد میکنی. و این بحثی که تو با پول داشته شید داشتم بهت میگفتم، من و عرضا روزای اولی که ضبط میکردیم آجی دیلی داشت 0.05 ثانیه صدا دیر میره، ما باید یه جوری میخوندیم که بره رو بیت، صدای آب میخواستیم من میرفتیم تو توالت صدا آب میگرفتیم. یعنی این حالتی که ما پول نداریم، کانکشن نداریم، شما که پول دارین فلان و اینا، اثر تنبلیه. و خدا وکیلی من هیچ آرتیستی رو نمیشناسم که بگم به خاطر پولش فهم معروف شده. آرتیست ها نه، الان سال گذشته سالی بود آهنگ زیاد اومد از بین آرتیست، ولی آرتیست نمیشناسم که کسی زحمت نکشیده باشه. بعد تازه تمام این کارا رو که میکنی و فول پکیجی، 30% به شانس بستگی داره. برای میگم تو اون کارو 100 بار بکن، چون تو 100 بار 30% رو بکنی، مثلا اینکه 100 بار مثلا با آسوشا رفتی میبره دستت بالاخره، ولی یه بار با آسوشا بری آری پاکت دام بیاد مثلا دام شاید نخوره، خب میبازی. تو با یه کار رو هی انجام دادن میتونی خوب انجام دادن وزن شانس رو بیاری پایین، ولی بذارین پشتش برین و از خودتون هم بپرسین چرا میخواین بیاین تو این داستان، برای معروفیت فقط یا واقعا دوست دارین. مثلا من دوست داشته باشین این کارو که بیای تو شهر قبل از اینکه فکر پول و فکر نمیدونم معروفیت و اینا بکنی.
خیلی قشنگ بود، حرف قشنگ بود، ولی پوکر بازی سنگین و اکثر مثالا رو با بازلهای پوکری میزنی. خیلی پوکر خیلی دوست داشتم، الان کمتر اتمن پس دارم، حالا بعدا اعلام میکنم فر بچه داریم میشیم سر میز، ولی خیلی دوست دارم پوکر، برای که خیلی چیزاش چون زندگی هم به شانس بستگی داره و دست خوب بازی کردن و پوکر هم به دست خوب بازی کردن و شانس بستگی داره، خیلی چیزاش بعضی وقتا شبیه مثلا تو میتونی فقط با پاکتاس بازی کنی و همش به بازی شب، ولی دلیل نمیشه که با دست بدی بازی کردی، فقط بعد دیسیپلین تو نگه داری، مایوس نشی، انالایز کنی. چیزی که دوست دارم این در اون نسبت شانس و درست کارو انجام دادن دوست دارم مزخ پوکر رو با زندگی عادی با هم دیگه بکشم با هم. خب اسم کنم همه چی رو راجبش صحبت کردیم، به نظر طرف چیزی جا مونده که بخوای بگی؟ ببین نه، یکی که میخوام تشکر، نه که تشکر، ولی واقعا دم فنامون فنام گرم که توی مسیر طولانی بودن و دم کلن فن تمام آرتیست ها و اصلا مردم گرم که فرق خوب و بد رو میفهمن. میام مثالی که اول اینترویو گفتیم، من خیلی خوشحال میشم وقتی خودم فکر میکنم یه آرتیستی خیلی خوبه و میبینم واقعا مردم نه میفهمن، چون تو شرایطی که امروز هستیم یه اتفاقی که تو فضای مجازی افتاده، دشمنی ها شده بین خود مردم، دشمن مردم شدن آرتیست ها، آرتیست مردم دشمن آرتیست ها، و فهم میکنم خیلی از جاهای دیگه ای داره این بازی ها پیش میاد، نمیدونم فلان خواننده فلانی، فلان اکت بازیگر اینه، فلان اونطوری فوتبالیست اینه، و این ولی خوشم میاد که مردم باز هستن کنار آرتیستاشون، حالا هر چقدر هم حاشیه درست میشه تو فضای مجازی، میفهمن کار خوب دوست دارن و استقبال میکنن، و دم همه فنای خودم هم گرم که همیشه با هم بودن و آماده بکنیم که سه تاش که تو تنوره، یکی دوتا دیگه هم پشتش داره میاد، فکر کنم جزء چیزای کارهایی باشن که منتظرش بودیم. اوکی، خبرهای خوبی شد این آخر، و من حس میکنم یه همکاری از ادوازی هم هست، نمیخوای نمیدونم چرا اونم برداشت خود و اینکه دمت گرم، مرسی که افتخار دادی و اومدی و خیلی لذت بردیم، مرسی، امیدوارم که هر جا هستی و قرآن بیاد از خوده. مرسی از برنامه خوبت و حسابی موفق باشی، فدات، مرسی، خدا نگهدار. چکر. خب این بود از قسمت 16 همه برنامه بی پرده و مصاحبه با سیجل عزیز، امیدوارم که لذت برده باشید. صحبت انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید که خونده میشه، همچنین بنویسید دوست دارید شخص بعدی که مهمون برنامه میشه چه شخصی باشه که سعی کنیم افتخار حضورش رو برای برنامه کسب کنیم. دمتون گرم، مرسی، امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی و سان.